بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست 23 یا 24، نمیدونی چرا تاریخ میگی. بذارید نگاه کنم از توی این صفحه خبرها تاریخ ایرانی و فارسی رو. معمولا من بالای کاغذ می نویسم ولی نبودم، دو سه روزی خیلی مشغول بودم. امروز اولا 3 اردیبهشت هست، اردیبهشت 1400 و درست گفتم 23 آپریل 2021 میلادی. و اما این هفته‌ای که گذشت داستان‌های بسیار زیادی چه در ایران چه در آمریکا. این تصویری که می‌بینید آفتاب می‌خوره به سر من، فکر و امواج فکری من به این وسیله چی میگفتن متشعشع میشه، تشعشع پیدا میکنه، میاد به طرف شما. اگه چشمتون اذیت میکنه تا بریم تو همون استدیویی که خودمون بودیم و قبلا میشناسیم، فکر کنم اینجا باشه. بله این فکر کنم بهتره، معقولتره، برای سن و سال ما مناسبتره. بهتون گفتم قبلا یه بیننده داشتیم، خدا بیامرزتش، از این شاه اللهیان بود. این یه دفعه ما یه ویدیوی گذاشتیم که یه مقداری به اصطلاح حرکت داخلش بود، زنگ زد آقای سوربین من نمیدونم ویدیوهای اینجوری که میبینم قش میکنم فلان. گفتم خب آقا شما اشکال داری، میدونم خیلی ها هستن نورم مثلا توی راهرو آپارتمان ها یا هتل و اینا، این نورای چراغی که گذاشتن اینا وقتی میبینن اونا هم چیز میشن، حتما یه مشکل روانی، مرض فکری، نمیدونم چی داره. و اما در آمریکا بعد از اینکه اون جورج فلوید کشته شد توسط این پلیسی که اول میگفتن 8 دقیقه خورده، بعدن که درست ساعت گرفتن بیش از 9 دقیقه زانوشو گذاشته پشت گردن این، و چی میگفتن این خفت میگفتن تو ایران وقتی یه نفر از پشت میگرفتی و مثلا تو کشتی شما نمیتونی گردن یه نفر رو بگیری، حتما میگی آقا من خودم 100 بار دیدم تو تلویزیون میگیرن. نه عزیز من، گردن همراه با دسته، اگه دست همراهش نباشه طرف نمیتونه گردن تنها رو بگیره. اون داوری که اون وسطه فوری میاد میزنه میگه ول کن، گردن تنها رو نمیتونی بگیری. این بیچاره رو خوابونده رو زمین، بریک زده، دستبند زده، هنکاف میگن زده پشت دستش. پشت خیلی بدتره، جلو باش شما میتونی یه حرکت کنی، پشت که هست مخصوصا این سیاه‌پوستا هم گنده هستن و اینا، این دستش که میرسه به هم دیگه نفسش میخواد بند بیاد. اولا خواسته بذارتش تو ماشین، گفته من فوبیا دارم و بهش گفتن خب بیا اینجا، قشنگ ویدیوش هم هست، میگه خیلی ممنون. بعد میذارتش اونجا، این مرده که میشینه مردم هم هی بهش میگن آقا این نفسش بند اومده، خودش هم میگه اینجا، خلاصه مرد بیچاره. و اما اداره پلیس اونجا هم سرهم بندی کرد که آقا این چون معتاد بوده و دوای اینجوری استفاده میکرده و دوا، آقا نصف آمریکایی‌ها معتادن، همشون از این قرصای اوپیود. همین ویدیوهای ترامپ شارلاتان شما برید ببینید، گفته بود که میاد این مشکل اوپیود، یه قرص یه مثل قرص تریاکه میدن به ورزشکارا، بعد ورزشکارا معتاد میشه بهش، بعدم هی نسخه میگیره هی میگیری میخوره. اینا بعد جراحی به بعضیا میدن، بعد جراحی هی دیگه باز میره دکتر میگه به این بده، اونم همینجوری بهش میده، چون دکترها یه پولی میگیرن رو فروش این قرص ها. حالا پول ممکنه به صورت 1 دلار 2 دلاری بهشون نمیدن، جایزه بهشون میدن، مسافرت میرن، نمیدونم اینور بماند، اون بحث دیگه. در هر صورت خبر مهمی که این هفته به اصطلاح آمریکا رو یه تکون حسابی داد که از خواب بیدار شو، این ماجرای محکومیت این پلیس بود. چون به غیر از این که حالا این محکوم شد، البته آدم دلش برای اینم میسوزه، خب اینم یه آدم بدبختیه، اینایی که پلیس میشن بیشترشون مشکل دارن، هر کی میگه من مشکل ندارم بیاد. یه پلیس ایرانی هم بود اینجا، خیلی هم تو تلویزیون ازش تعریف میکردن، اونم مشکل داشت، نمیدونم رفته بود تجاوز کرده بود چیکار کرده بود، بمانه. اینایی که میرن پلیس میشن یه چیزایی از تو بچگی تو مغزشونه، میخوان ماچو باشن، بزن بهادر باشن، گردن کلوف باشن، اکثرشون هم ضعیفن توی بچگی،
تو ایران هم که معروف بود، میگفتن بچه پرورشگاهی ها میرن پلیس میشن، بماند اون مهم نیست. این پلیس رو اینایی که هیئت جوری بودن دیدن اگه این یکی دیگه محکوم نشه شهر رو میریزن به هم، همه اومدن بیرون، به قول معروف هیزم و بنزینم آماده کردن که اگر چیز نشود آتش سوزی را بیفته. این بود که این بنده خدا رو متهم و محکوم شد. حالا دو ماه دیگه هم روزیه که میرن اینجا، وقتی محکوم میشی متهم میشی بعد یه جلسه دیگه میری که چیز بدن به اصطلاح اون محکومیت رو بهت بگن مثلا چند سال زندان. یه جوری که میگوی ممکن 40 سال زندان باشه. زندانی هم که وقتی یه پلیس میره زندان مضاعفه، چون هیچ کس توی زندان با اینا نه دوست میشه نه از اینا خوششون میاد. این باید همیشه مواظب باشه سرشو نبرن، گردنشو نبرن، با مسواک نزنن تو گلوش. تو زندان این چیزها رو درست میکنن، مثلا خودکار و مسواک و اینا. شما البته میدونی تو آدم معمولی هم، تو ارتش هم ما یه دوره دیده بودیم یادت میدن شما حتی با دست خالی میتونی دیگران رو بکشی. همین دوتا انگشت تو بذار اینجا، یه نفر فشارش بده بره عقب، یا دوتا انگشت بکن تو دماغش فشار بده عقب، یا با یه چوب تیز، مداد تیز، خودکار تیز بزن اینجاش، اصلا طرف از بین میره. و همون موقعی که داشتن به اصطلاح اینو، این اول متهمه، این متهم و دادگاهی میکردن و هیئت جوری یا منصفم رفته بود تو اتاق که نظر بده، اون ورترش یکی دیگر رو کشتن، اون ورترش یکی دیگر رو کشتن. الان هر روز شما نگاه میکنی سیاها چپ و راست کشته میشن و الان دارن یه قانونایی میذارن که حتی ادارات پلیس رو هم برن یه نگاه عمیقی انجام بدن، بگن خب این پلیسه که اومد اینجا گزارش داد، شما هم زرتی برداشتی گفتی این معتاد بوده مرده، آقا این شواهد رو اگه اون دختر خانم 17 ساله فیلم نگرفته بود اینم میرفت. حالا مثلا یه فیلم دیگه اومده تو همین ویرجینیا، ما 4 ماه پیش تو دسامبر یه ارتشی یه ماشین نو خریده بوده، ماشین های نو نمره موقت بهتون میدن، تو ایران هم بود، میگفت نمره عبور نمیدونم یه همچیزی از تهران مثلا ببره شیراز بعد برو اداره راهنمایی. خلاصه این نمره موقتش چون کاغذیه چسبونده بوده پشت شیشه از داخل، ماشینا هم شیشه های بغلش و پشتش سیاه‌تره، درست دیده نمیشده. پلیس چراغش که روشن میکنه، خود اینجا میگن به مردم آموزش میدن که وقتی پلیس، از بس پلیسای قلابی هم سوء استفاده کردن، حتی از بس پلیس درستی هم تجاوز کرده کشته، برید بزنید تو یوتیوب و اینا نگاه کنید، دختره رو مثلا خوشگل بوده جوان بوده با ماشین بهش گفته بزن کنار، وقتی زده کنار سوارش کرده گفته بیا تو ماشین من، ورشش رو بردتش، بهش تجاوز کردم کشتتش. از این آدمای پلیس مریض هم هست. خلاصه این ماجراها الان میخوان یه کنترل حسابی، و اینو دیپارتمنت آف جاستیس یعنی همین قوه قضاییه اینجا که افتاده بود دست دوست ترامپ، هر غلطی میخواست انجام بده، حالا دارن سعی میکنن یه چند تا کار درست هم انجام بده. خبر خوب دیگه‌ای که عنوان شد اینه که 200 میلیون شات یا آمپول واکسن به اصطلاح تزریق شده، به بعضیا دو بار، به بعضیا یه بار و الی آخر. مثلا دیروز با یکی از دوستان صحبت میکردم گفت کانادا با اون کاناداییش تا حالا 5 میلیون واکسنیزه کرده، وقت بعضی ها هم یکی اولی زده، حال دومیش میگه برو جولای بیاد، 2-3 ماه که طول میکشه ممکنه اصلا اون حال اولی هم خاصیتش از دست بده. صحبت از کرونا شد، اجازه بدید که یه احوالی بپرسیم از آقای فرهاد زمانیان، دوست خوبمون، که عکس خودش انداخته بود که کرونا گرفته. بذارید من اینجا برم ببینم خبر دیگه ای هست. گفتم مزاحم نشم که مستقیم باش تماس بگیرم، بیام اینجا نگاه کنم، دیدم خودش خبری نیذاشته. یکی از دوستاش اسی حاجی is with فرهاد زمانیان و 18 other، نمیدونم چی بوده، باز برنامه زنده بوده، گروپ بوده، چی بوده، هرچیه، نوشته که به اصطلاح یه دوتا چی نوشته نشون میده آقای زمانیان فعال هست، انقدر که توانایی داره که رو فیسبوک و اینا چی کنه، و عکسش هم بنده خدا اینجا ببینیم با هم، که نوشته کرونا گرفتم و من هم براش نوشتم که آرزو میکنم که به زودی زود حالت خوب بشه. و میدونید که میگن اوضاع ایران بعد از ایام عید انقدر بد شده
که از قرمزم رفت به طرف سیاه و بیمارستان ها جا ندارن و به بعضی ها میگن که باید توی خونه از بیماراتون، از مبتلایان به کرونا نگهداری کنید. پذیرایی که نمیشه بگی، چون پذیرایی موقعی که حال خوبی باشه و اینها. در صورت آقای زمانیان امیدوارم به زودی زود حالتون خوب بشه. و دیروز یا پریروز بود از طریق از من هم جوانتر به نظر میرسی امشب. خیلی ممنون آقای مجید افراخته. من 65 سالمه، شما چند سالتونه؟ البته شما چون همه موها رو ریختین، اون جوکر میدونی، اینایی که موهای اینجاشون میریزه فکر میکنن که خوشتیپن، اینایی که یه جوک قشنگه، اینایی که اینجا میریزه اینجوریه، اینا باهوشن، اینا فکر میکنن باهوشن، اینایی که اینجا میریزه فکر یه چیزای اینجوری خیلی قشنگه. حالا شما بگو ببینیم از کی موهات شروع کرد به ریختن و شما چند سالته. اینی که شما میگید تصویر بهتر و جوانتر شدیم، همون 700-800 دلار، 800 دلار تقریبا با تکسش ماجرای دوربین رو بالاخره گفتیم دیگه از دست این دوربین قدیمی. شما نگاه کنید الان این نوشته اینجا، بله اون دوربین قبلیمون تا اینجا بود، بذار من دستم رو اینجا بیارم بالا، رفتش. تا همین جایی که نوشته اون دوربین اینقدر بود، ولی الان این پهن‌تر شده، درست مثل تلویزیونای تو خونمون که اون وقتا تقریبا مربع بود یا اگرم مستطیل بود ضلعش خیلی طول، ولی الان هی پهن‌تر پهن‌تر شده. یه جنریشن بعد از اینا هم اومده که از اینم باریکتره، درست این سینما یادتونه سینمای سینماسکوپ و 70 میلیمتری و اینها، فکر کنم مثلا تو شیراز فقط یه سینما بود به نام آریانا که میتونست این فیلمای اونجوری پن یا واید رو نشون بده. درستان ممنونم آقای افراخته، نوشته هاتون رو میخونم. امروز هم یه نوشته نوشته بودید، خوندم و برای شما فرستادم جوابش رو، خیلی ممنون و متشکرم. اجازه بدید که یک آگهی پتیک رو هم اینجا یه به اصطلاح نشون بدیم و توی کرگلیست چیزم هست، توی کرگلیست لس آنجلس هم هست و اینجاست، بله هندیمن آقای پتیک، بله اینه، عکسش رو اینجا نشون بدم، لینکش رو هم میذارم 16 به 9، شما اینجوری ببینی بهتر. بله اینجا، اینجا کمرای 3 هستیم، بله این پتیک 5 ستاره پتروس بیلدرز، و همیشه هم گفته بگو لطفاً که توی لس آنجلس، چون گویا یه نفر از استرالیا بهش زنگ زده و دوستان اگر به اصطلاح کاری برنامه ای هم دارید که بعداً میخواین انجام بدید میتونید با ایشون صحبت کنید، ازش نظرخواهی کنید. این شماره تلفنش هست 818-209-6052. اتفاقاً این خود پتیک هم سیبیل داره، حتما حالا دیگه برای خوندن و اینا عینک هم باید بزنه، ندیدم عکسشو با عینک، معمولا بدون عینک، ممکنه فعلا برای خوندن از عینک استفاده میکنه، بعدن دیگه میرسه به یه درجه ای که برای کامپیوتر و رانندگی و اینها هم باید از عینک استفاده کنه. در صورت این سوپرمنی که شما رو میاد نجات میده، اینم شماره تلفنش، اینم فن، همه فن حریف و پتروس بیلدرز. بیلدرز همون یعنی ساختمان و اینها، حالا فکر کنم بیلدرها رو میشه بگید معمار، چون بناهای اینجا رو میسنر یا اونایی که آجر میچینن، که شغل خیلی هم اگه نگاه کنید حتی حکومت آمریکا هم یه جوری مدیون این به اصطلاح چیزا هست، میسنری، که همون فراموشخانه رو که اون را ایرج رامین بود کی بود کتاب نوشته بود چند جلد و اینا، این همون ماجراست. بعضیا واقعا قبول دارن که اینا کارهای خوب انجام میدن، بعضیا میگن که نه اینا یک سر و اسراری دارن و اینا جهانو میچرخونن. خلاصه آرمشون هم اگه نگاه کنید، آرمه یک نقاله و گونیا و وسایل نقشه کشی و وسایل ساختمونه. حالا بعضیا اینا رو میبرنش تو به اصطلاح توطئه دسیسه و اینها، اینجا میگن چی چیز
هرچی توته دستیسه. حالا ما دیگه چرا میخوام فارسی رو به انگلیسی ترجمه کنم؟ خب پتیک اگه کاری چیزی داشتید تو منطقه لس آنجلس و اینها بودید، کالیفرنیا بودید، باهاش تماس بگیرید. حالا یک وقت کار بزرگی هم باشه ممکنه مسافرت هم بکنه به این ور اون ور، در هر صورت نترسید زنگ بزنید. خیلی آدم خوش صحبت و آدم انسان خوبیه کلا. اینم از آقای زمانیان، هم امیدواریم حالش خوب بشه. آقای ارشاد تا الان که با شما صحبت میکنم ویدیوی این هفته رو نفرستادن، احتمال زیاد به دلیل ماه رمضان هست، چون ایشون توی ماه رمضان کارش زیادتر میشه. اونجا کاری که داره با به اصطلاح بچه‌هاش و خانواده‌اش و اینها، اون فروشگاه و اینها، کارشون توی ماه محرم و رمضان اینها بیشتر میشه. حالا منتظر اون هم میمونیم. خب اینجا آگهی پتیک رو خط بزنم. امروز جمعه سوم اردیبهشت 1400 و اون روز یه برنامه از شهرام همایون دیدم، با این طرف هم اتفاقا شیرازی بود. همچین تو شیراز وقتی خیلی یه کس تعارف میکنه که شما حس میکنی توش چیز هم نیست، صداقت نیست، فقط تعارفه، میگفتن برای هم سر قدم میرن، سر قدم رفتن که اونایی که مریضن اسهال دارن بهشون میگن. خلاصه دیگه خانم آقایی با آب و تاب به این شهرام همایون میگفتن ما از اول جنبش ما هستیم با شما بودیم، بعد اون میگفت دهم اردی به شروع شده، بعد اون میگفت نه یازدهم اردی به. آقا خجالت بکشید، از 2007 تا حالا شروع کردیم، به قول خودتون 350 تا بودین، شدین 3500 تا، دوباره الان برگشتین رو همون 300 نفر. بعد هر روز هم هی میان میشینین هی میگین که نمیدونم چرا فلان تلویزیون بیننده زیاد داره و شما کم داری. حالا نگاه کنی تازه شهرام همایون هم مثل همون تلویزیون ها خبرها رو یه جوری دروغی تو یوتیوب می‌نویسه. حتی مثلا برای 13 دروغ 13 برداشته بود، نوشته بود که رضا پهلوی زنش رو طلاق داد، که این برای ایرانی ها دروغ های 13 اینجوری یه کمی سنگینه. بعد اون پسر آرش و اینا بچه جوانی هستن که میان مجانی کار میکنن یا با حقوق خیلی کمی، بعدم با دلخوری معمولا از تلویزیون ها میرن بیرون. خب به آقای زمانیان، ببین این زمانیان نشسته بود صبر داد ببینه ما ازش احوال پرسی میکنیم یا نه، بعدن آمد. آقا خیلی خوشحالم که اینجا هستی، یه از این قلبای مال کرونا که اینجوری بوس میکنیم و اینام برات فرستادم، امیدوارم حالت خوب 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 بشه. آقای محمد سلیمیان هم اینجا هستن، خیلی ممنون. این کلمه خسته نباشید و من تو هیچ فرهنگ دیگه ای ندیدم که شما بری به یه نفر سلام علیک کنی بگی خسته نباشی، خداحافظی کنی بگی خسته نباشی، یه چیزی برات درست میکنه بگی خسته نباشی، چای میذاره جلویت بگی خسته نباشی، یا دست شما درد نکنه، یا قربون دستت برم. دیروز من داشتم این کلاب هاوس رو گوش میدادم، یه برنامه بسیار خوبی بالاخره درست کردن که دیگه این تنشا و فوش فضیعت ها نداشته باشه، به نام رادیو یار، و حدود 400 خورده نفر تو اون اتاقه بودن، خواننده های جدید ایرانی اینا که من اصلا نمیشناسم، ولی آدم های خوبی بودن، خیلی مؤدب با هم صحبت میکردن. ولی من میخواستم دستم رو بالا کنم، تا دست بالا کردم به هم اجازه دادن، هم اونجا جزو هیئت مدیره امنا، هیئت امنا باشم، هم ادمین باشم به قول معروف. این امنا و ادمین و مادریتور یکیه. خلاصه بهشون بگم آقا خانم انقدر شماها که جوون هستید تعارف نکنید، اون به اون یکی میگه سلطان، اون به اون یکی میگه سرور، اون به این یکی میگه فدات شم. یه خانمی بود که به همه میگه دورت بگردم، من نمیدونم این دیوونه میشی خب اگر دوره اینا اون بگردی گیج میشی میفتی. فکر کنم خانم ساناز بود، خیلی هم با مزه بود، این مثل که انگلیسی هم خیلی خوب نیست، از همینا یاد گرفته. و اگه اشتباه نکنم این همون خانمیه که چند سال پیش گویا یه ویدیویی درست کرده با برادرش، با دوست دختر برادرش، میرن به مادرش میگن که این دوست دختره حامله شده و مادره با دمپایی میفته به جونشون رو میزنه و اینا این فیلمو میفرسن. بالاخره این فیلمم خیلی معروف شد. خلاصه سعی کنیم دوستان این تعارفات رو کم کنیم. خود منم، من خیلی به اون نمیگم قربونت برم، قربانت، دوستان ترک میگن قربانم،
وقتی میگم آقا قربانم یعنی چی؟ یعنی قربانت برم؟ میگه نه، یعنی من قربانم، فداییتم. من یک کلمه ای که دیدم خیلی خوبه، این کلمه مخلصمه، مخلصم، این هم کلمه سینسیره، اینجان صداقت داشتن. چقدر خوب میشه که مثلا من با آقای زمانیان بگم من مخلصم، یعنی من با شما صادقم. البته یه اشکالی به وجود میاره، یعنی با دیگران صادق نیستی، بازم اون یکیشه. در هر صورت برداریم این تعارفات رو و طرحی نو در اندازیم. خب یه برنامه خیلی خوب قبل از برنامه من بود با آقای محمد کرمی که کانون آوا به اصطلاح تقدیم شما کرده بود و بعدم میاد بلا فاصله روی بلا فاصله که نمیشه که، یه زمان خیلی کوتاهی میاد روی یوتیوب، حتما ببینید. و اینایی که 30 سال 35 سال در سازمان مجاهدین بودن خیلی بهتر از من و شما میتونن تجزیه و تحلیل کنن. آقای اکبری عکسای خیلی قشنگی از این ور اون ور میذاره، خیلی جالبه. تا گفتم اکبری آمدش نوشت کلمه خسته نباشی بین تاکسیرانان خیلی متداول است، چپ و راست به همدیگر میگن خسته نباشی. حالا چیکار میکنن؟ شاخ قول میشکنن، از صبح تا عصر نشستن. آلمان که من بودم این تاکسی ها ایرانی ها و ترک ها همه شون هم چای فلاس که چایی و اینها، مخصوصا تو فرودگاه فرانکفورت همه شون همراهشون بود می نشستن. اینجا هم که دالاس ایرپورت اصلا یه جایی داره، میرن دور میزنن میان اونجا برای خودشون تخته بازی میکنن، ورق بازی میکنن. حتی رستوران های ایرانی اینجا از اینجا شروع شد که اگه اشتباه نکنم یه خانمی به نام پروین خانم زور تا زور نهار درست میکرده، حالا بعضی ها میگن برای شوهرش میبرده، بعد دیده اونا خب 4-5 نفرم برای اونا، بعد دیده ای بابا همه میخوان دیگه درست کرده و رستوران اونا هم پول میدادن، بعدم یه رستوران زد. این یه تعریف. ولی این خسته نباشید، خسته نباشید یه چیز بیخودیه، یه تعارف بیخودیه. اگه خسته است که خسته است، شما بهش بگی خسته نباشی دردی ازش درمون نمیشه. بعد اگه خستمه حالا میخوای چیکارش کنی؟ بری ماساژش بدی. بگذاری آقای حسن ارشاد رو گفتم، این هفته هنوز ویدیو شازه نشده. دوستان یه شنبه گذشته آقای مرتضی برجسته، خواننده برجسته ایرانی، اونجام بود و اینها، توی کالیفرنیا کمتر از 100 نفر اومدن جلوی سفارت چین، سرود خوندن و آواز خوندن و سرود هم همه خط اول که چه عرض کنم، اون بیت اول رو چی میگن، این مصرع اول رو همه با صدای بلند میخونن، دومیش یواشتر، سومیش اصلا یادشون نیست. به همین خاطر من سال 2002 یا 2003 وقتی که این رستوران رنه برنامه ایرانی گذاشتیم، شب اول گفتم چجوری اوپن کنم با این برنامه سرود ای ایران. بعد گفتم کپی میگیرم میدم، 100 تا کپی گرفتم، 100 تا 3 سنت شاید اون موقع 5 سنت بود، 5 دلار هر کی اومد دادیم دستش، اگه دو نفر با هم بودن دادیم یه نفر، دوتاشو بگیرن جلوشون بخونن. تنها جایی که من دیدم سرود رو از اول تا آخر خوندن این بود. ضمناً دوستان سرود ای ایران سرود ملی ما نیست، شاه و همدستانش، همردیفانش اینقدر شعور نداشتن که حس وطن پرستی، حس میهن دوستی رو توی مردم به جوش بیارن. هی گفت شاه شاه پرستی، شاه شاه پرستی، شاه شاه پرستی، آخرم زد تو سر خودش، خودش نابود کرد، ایرانم داد دست بچه هاش رو رفت. بله اشتباه نگفتم، این آخوندا فرزندان خلف فرای پهلوی و شاه هستن. امروز دیدم آقای اکبری دیپلم فرای پهلوی رو گذاشته بود با معدل 16 خورده، بعد یه نفر حالا یا به شوخی نوشته بود نابغه بوده یا واقعا جدی، چون اینا نمره سیستم خودشون هم قبول ندارن که آقا این وقتی 16 خورده بوده، خب خیلی ها معدلشون 20 میشد، 19 خورده میشد، نفر اول ممکن بود اونا باشن، نابغه اونا باشن. بعد من برای آقای اکبری نوشتم اگه میشه دیپلم شاه رو هم پیدا کنید، بذارید ببینیم آقای اکبری چه کار کرد. آقای اکبری وقتی بهش گفتم دیپلم شاه رو هم پیدا کن یه چیزی برای من فرستاد، خیلی جالبه، چون میدونید خانم نیر
نیر ایروانی خدا رحمتش کنه، ایشون نتونست بره دنبال دیپلم شاه، چون شاه دیپلم نداره. خودتون خسته نکنید. خانم شهلا قبل از این بود، گفت بله من میارم، شاه دکترا هم داره، نتونست بره. ولی خبر خوب اینه، تحصیلات محمد رضا شاه چه بود؟ از دکترای حقوق فرانسه تا زبان انگلیسی هاروارد. میگه عده مدعی شدن محمد رضا شاه مدرک تحصیلی دکترای حقوق فرانسه، دکترای جامعه شناسی و زبان انگلیسی هاروارد را داشت. توضیح میده این زیرش که میگه اصلا اینا مدارکی که بهش دادن مال اون دانشگاه مدارک افتخاری بوده، همونی که آقای ابوالقاسم صمدیان هم به میبودی داده، به سکویی داده، به منم گفت بیا بتام بدم، گفتم به کیا دادی؟ گفت اونا، گفتم من نمیخوام، من همینجوری راحت ترم، مریض باشم بهتر از اینی که اون دکتر باشه. خلاصه اما آیا واقعا شاه در این سه حوزه مدرک تحصیلی داشت؟ بررسی کلیه سایت های خبری داخلی و خارجی، حتی سایت ها جهت دارای جهتداری همچون ویکی‌پدیا که توسط یهودیان مدیریت می شود، نشان می دهد نه تنها شاه مدارک فوق العاده اکران ندارد، بلکه وی تنها یک مدرک تحصیلی، آن هم از دانشکده افسری تأسیس شده توسط پدرش، دریافت کرده. که این کار رضا شاه هم غیر قانونی بود. شما کسی که دیپلم نداره نمیتونی بفرستیش دانشکده افسری، باید بفرستیش مدرسه نظام. شاه نتونست، سیکل بوده رفته اونجا توی سوئیس. بعد بعضی هم خیلی ها هم میگن این شاه سوئیس رفته. آقا ما داریم یه نفر سالها میاد اینجا درس میخونه تو دانشگاه، بعدم برمیگرده این ایران. شما اگه بهش بگی یه خیابون اونورتر از دانشگاهش بلد نیست، حالا این که رفته یه مدرسه، یه مشت بچه بودن، اینم لوس و نونور، یه دو بار کتک حسابی بهش زدن، بعد چون یکم قلدر بوده یه دو تا رو زده و گویا یه پرستاری رو حامله کرده و برش گردوندن ایران. باباش با این همه معلم که فرستاده اونجا و این که حالا دو تا زبون بلده، خب تو دربار این همه آدم بودن. شما خودتون بگید، همینجا من الان نوشتم، خدای نکرده به پتیک بر نخوره، پتیک میگه من ارمنی صحبت میکنم، حتما اسپانیش هم صحبت میکنه، انگلیسی صحبت میکنم، فارسی هم صحبت میکنم. تا حالا چند تا کارگر دیدین وقتی میاد خونتون به اون زبونی که شما هم بلدین سلام علیک و صحبت اینا؟ بعد حالا که چی بگذاری، هرچی بود گذشت، داغون کرد خودش و خانوادهش و همه چی. و اما عکس سیبیل ببینم میتونم پیداش کنم، میگم بهتون که این آقای اکبری عکسای خیلی قشنگی پیدا میکنه. خب صدا امیدوارم امروز خوب باشه، همه رو به جای 95 و 80 و اینا گذاشتم رو 100. آقای اکبری این از این. و اول یه عکسی بهتون نشون بدم، این عکس احمد شاه هست، نگاه کنید چقدر پت و پهن این بچه. کامرای 3 نگاه اونایی دیگه بکنین، تقریبا دو برابر اونا. من اینو که دیدم یاد کیم جونگ اون، به اصطلاح این رهبر، چون رئیس جمهور که نیستن که، اینا به اینا میگن رهبر کره شمالی، افتادم که مرد که 35 6 سالشه میلنگه وقتی راه میره. حالا این احمد شاه که زودتر از اونم به اصطلاح گندش بالا اومده، ول کرده رفته و گفته من نمیخوام شاه باشم و به خاطر همین رضا شاه، یعنی رضا میر پنج یا هر چی شد شاه ایران. و اما عکسایی که میخوام بهتون نشون بدم، عکس سیبیل، ببینم میتونم پیداش کنم یا نه، چون اسمم نوشتم و گذاشتم ولی فکر کنم با اس نوشتم، اس میاد اون آخرا. ماجرا این بود که آها پیدا شد، به خیر گذشت. شمالیا به خیر گذشت میگن به خیری گذشت. ما یه دوستی داریم، اتفاقی براش افتاده بود، چند روز بیمارستان بود و اینها، هر وقت ما میگفتیم خب خوب شد که به خیر گذشت، میگو بله به خیری گذشت. دوستان این عکس رو نگاه کنید، نوشته کارت. کارت، خب کارت، کارت چی؟ مثلا کارت معرفی نامه، کارت گواهی نامه، کارت چی؟ کارت درجه استوار دوم، شماره شخصی سو انسو، نام حیدرعلی، نام خانوادگی پرویزی، نام محمد، پدر محمد علی. باورتون میشه هیچ جا از مادر اسم نمیارن؟
هنوز تا هنوز تو شناسنامه ها حرفی از مادر نیست. اولین کاری که میکنن باید حرف به اصطلاح تو شناسنامه ها اسم مادر و پدر باشه. حالا آمریکا که خیلی هاشون اصلا بی پدرن، معلوم نیست، هی میاد تو تلویزیون آزمایش کنن ببینن چقدر با چند نفر بوده کدومش میشه باباش، بابای بچهش. نام پدر محمد علی، متولد 1326، دارنده عکس فوق بر اساس بند 4 امریه یا امر به تاریخ و تاریخ نوشته، رکن یکم ستاد ژاندارمری کشور شاهنشاهی، به علت اعتقادات مذهبی توی پرانتز اهل حق، میتواند از سیبیل استفاده نماید. فرمانده ناحیه ژاندارمری کرمانشاه، سرتیپ نوذری. این خیلی مهمه. چرا؟ چون توی کرمانشاه که اونجا همه به اصطلاح بیشتر همه که نه، یعنی خیلی ها درویش بودن، چیز بودن، از این صوفی میگن چی بودن اینا، بذار من بیارم اینو عوضش کنم، ببخشید. اینو حتی اونجا صادر کردم و من خودم یادمه تو ارتش شما میتونستی سیبیل داشته باشی، ولی میگفتن همین آبخور به قول معروف اینجوری از اینجا بیرونتر نباشه، باید کادر که معروف بود، میگفتن سیبیلت هم باید مثل دوشک کادر داشته باشه، اینجوری بوده. حالا اینا لابد چون سیبیلای بزرگتر میخواستن بذارن، علی اللهی و اینا، عذرشون موجه بوده. وقتی آقای اکبر اینو به فرستاده بود گذاشته بود، من بهش براش زیر چیه نوشتم، حتما میدونید که اردوغان هم رئیس جمهور ترکیه امروز، ماجراش از این فوتبالیست بوده، ورزشکار بوده، ماجراش از اونجای شروع میشه که تو ارتش بهش میگن سیبیل تو بزن، این میگه من مسلمونم و سیبیلمو نمیزنم و فلان اینا، از اونجا شروع میشه فعالیت های سیاسیش که امروز میبینید خودش چه آشغال کلهیه و ترکیه رو اون همه زحمت کشیده بود آتاتورک به کجا رسون، این داره کجا میبره. من بهتون گفتم یه چند روزی ترکیه بودم، از دست این از اون، این ور خیابون اون ور خیابون، این ور چهارراه اون ور چهارراه، من نمیدونم این اولاغا برای همدیگه از اون پخش میکنن به این نزدیکی با این بلنگوهای زیاد بماند. اینایی که این کارا رو میکنن خودشون با ریشه دارن با تیشه ریشه خودشون رو میزنن. و یاد اون افتادم در صورت این عکسی که شما گذاشته بودی، خیلی ممنون. میگه سازمان ملل این مال 2-3 هفته پیش خواستار توزیع عادلانه واکسن در جهان شد. بعد یکی نوشته بابا دولت‌های اروپایی ماسک همدیگر رو می‌دزدن، اون وقت شما خواهی واکسن رو ندزدن؟ گویا همین تو آمریکا یه چند تا اشکال پیش اومده بود در رابطه با واکسن، خیلی هاش هم حتی خراب شده و اینها. و بذارید من این نوشته‌ها رو دوست دارم وقتی میخونم تا اونجایی که میتونم به شما هم نشون بدم کمرای 3، که اگه یه وقت من اشتباه میخونم شما اقلن ببینینش، درستش رو خودتون درست کنین، گرچه چیز خیلی مهمی هم نیست. این نوشته که کی میگه موسیقی مخالف دینه؟ من با ذکر چند مثال ثابت میکنم این دو هیچ منافاتی با هم ندارن. ببینید، ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، این نهی از منکر، دار و ندارم و بگیر مال خودت، مال چشاد، صدقه و انفاق. میگه این یا این میشه صدقه و انفاق، دار و ندارم و بگیر مال خودت، مال چشاد، صدقه. آره تو محشری از همه سری، این میشه ذکر. امشب دل من هوس رطب کرده، این میشه ماجرای روزه. حالا قسمت پایینش هم بیارم بهتون نشون بدم، این ماجرای روزه. و اینم میگه از اینجا بیاد تا اینجا، بله، آره خودم فداتم، فدای اون چشاتم، میگه شهادت طلبی. یه امشب شب عشق، همین امشبو داریم، لیلت القدر که داره میاد، شبهای قدر ماه رمضان. بعد میگه تو منو کشتی دوباره زنده کردی، معاد. و سوالی داری در خدمتیم، ستاد امر به معروف و نهی از منکر. این دوستان ایام کرونا هم خب مردم بیکارتر شدن، بیشتر وقت دارن برای جوک نوشتن، برای چی درست کردن و اینها، ولی جالبه. خب یک راجع باز به
کرونا و اینها بود، حتما میدونید که حتی تو آمریکا دوستان این مذهبیون از باورهای مردم استفاده میکنن و میگن فلان چی فلان کار انجام بدید، به اصطلاح واکسن لازم ندارید و الی آخر. اینجا نوشته توزیع داروی امام کاظم علیه السلام مؤثر، پیشگیری و درمان مؤثر، پیشگیری و درمان کرونا، پایگاه کمک به سلامت مسجد محمدی، خیابان پیروزی، خیابان افراسیابی، مسجد محمدی، کاسبی جدید فرقه تبهکار در مساجد، توزیع داروی امام کاظم برای درمان کرونا. آقا یا خانم، همینجا این یکی بود که هم خودش هم زنش قبلا هم از مردم انقدر سوء استفاده کرده بودن، بعد که خواستن بندازنشون زندان، زنه رفت با پلیس و دادگاه دست به یکی کرد، گفت من همه چیزا رو بهتون میگم، اینو بندازین زندان منو آزاد کنیم. اونا هم این کارو کردن، اونو انداختن زندان، زنه آزاد بود و بعدم رو یه شوهر دیگه کرد. با شوهر دیگه‌ش هم همین بود که خیلی ریمل میمالید و گریه میکرد اینجوری سیاه انجاش میمد. بعد اون مردک هم رفت زندان، الان هم که از زندان برگشته دوباره به همین کلاهبرداری‌ها داره ادامه میده. دوستان یکی برای من نوشته بود که یه عکسی هم فرستاده بود، جواب حمله اسرائیل به نتنز با انفجار در کارخانه صنایع موشکی اسرائیل داده شد. حالا بازم بگید اسرائیل قدرتمند است. اولا این انفجار اینجوری باید بنویسی با حمله موشکی، بعدم گویا گفتن این موشکی که به اسرائیل زده شده از سوریه، این از موشک‌های قدیمی ساخت ایرانه. حالا به خاطر اونم دوباره اسرائیل بره ایران بزنه نمیدونم، ولی توی فکر کنم صفحه آقای محبی بود یه بحثی را افتاده بود، اگه اسرائیل انقدر به اسلحه و قدرت اطلاعاتیش و اینها می نازه و می باله، چرا جماران رو نمی زنه؟ چرا حوزه علمیه قم رو نمی زنه؟ و اینجایی که می زنن بعدم مخصوصا اگه اتمی باشه، حالا خطر چیش هم هست که اون چی میگن؟ ریاکتیو میگن، چیزای اتمی پخش بشه تو شهر و برای مردم چه ماجراهایی به پیش بیاره و اینها، چرا میاد اونا رو میزنه؟ بعد خیلی ها جواب قشنگ نوشته بودن که آقا اسرائیل سودش در اینه که با آخوندا باشه. ولی اگه یادتون باشه این صادق کی بود؟ صادق طباطبایی، صادق قطبی، قطبزاده ببخشید، قطبزاده، قطبزاده وقتی که با آمریکایی‌ها معامله کرده بود که به اصطلاح حمله کنه و اینها، جماران و بعدم قشنگ گفته بود اینجوری، بعدم گفته بود مردم فوری برنج و روغن اینا بدیم چون کمبودا بوده و بعدم گرفتن و اعدامش کردن و گذشت رفت. در اصل این سوال مهمیه، اگه یه کسی بتونه از خودش یا از دیگران بپرسه که چرا اسرائیل با این همه ادعا نمیره به اصطلاح رهبرای اصلی رو بزنه. اسرائیل یه چیزی داره، این دوم که میگن، نه دومه، دوم موش و گربه و اینا، نه، به معنی گنبده. میگه ما یه چیزی داریم به نام گنبد آهنین که درست کردیم سالهاست، هیچ موشکی نمیتونه بیاد بزنه ما رو، اینو داشته باشید. ولی هر وقت دلش میخواد میگه موشک فلان زد ما رو، آر پی جی زد، این زد، اون زد. از اون طرف ادعا میکنه که ایران بمب اتمی که ساخته هیچی، نزدیک بسازه هیچی. بعد از اون ور وقتی که میگن الان ایران گویا دیروز پریروز بوده، یه چیزای استفاده میکنه، من وارد نیستم، همشهریمون آقای بیات وارد، اتفاقا دیدم آقای بیات تو مریلند این توضیح میداد که این آبشار نمیدونم چی، یعنی اینا آوردن از 60 دوباره پایین که معاملهشون انجام بشه و اینها. بعد میگه اگه این کارو بکنن سالها طول میکشه تا اینا دسترسی به بمب اتم داشته باشن. واقعا این نتانیاهو مردکه الدنگ، برای که خودش مشکل داره، گفتمتون هنوز دولت نتونستن تشکیل بدن بعد از 4 تا انتخابات توی اسرائیل، میاد اونجا عکس بمبم میاره میگه این بمب ایرانه، تا اینجا رسیده الان میخواد منفجر بشه. هر که حرف چه کسی رو آدم قبول کنه
من نمیدونم. ولی یه عکس جالبی باز اینجا یه کسی نوشته ای رو فرستاده بود، درست کرده بود، به نام آقای جاناتان گولدمن. این سیلورمن، گولدمن، اینا همه کلیمی هستن، دوستان کلیمی. میگه in the end، یعنی دست آخر، ترامپ به اصطلاح کاری کرد که حزب جمهوری خواهان رئیس جمهوری و هاوس و مجلس سنا و اینا همه رو باختن. The son of bitch actually did it. این کار کرد. He made America great again. مسخرش میکنه. و تازگی ها باز یه مصاحبه با این دیوانه شان هنیتی انجام داده، چون میبینه که جو بایدن خیلی با برنامه و قدم به قدم داره پیش میره و همونجوری که اول برنامه گفتم 200 میلیون واکسن یا آمپول واکسن رو تا حالا برای آمریکایی‌ها تزریق کردن، به بعضی‌ها مثل من دو تا زدن، به بعضی‌ها یه نفر، ولی میگن به خوبی انجام بشه. من خودم دیروز تو جاده که میمدم تابلو بزرگ نوشته بود که بیاین از این اگزیت بیرون، ما واکسن داریم، خیلی داریم، لازم هم نیست نوبت بگیرین. یعنی به اینجا رسیده آمریکا. حسن آمریکا اینه که فوری خودشو تنظیم میکنه، ادجست میکنه. اگه شما دو روز برید یه جایی صف پمپ بنزین زیاد باشه، همون پمپ بنزینیه، همون خود صاحبه یه پمپ بنزین بغلش درست میکنه که صف کم بشه، یا اون بر خیابون درست میکنه که صف کم بشه. مشکلات رو حل میکنن، مشکلات رو گردن این و اون نمیندازن. یه فیلمی آقای جان استوارت درست کرده به نام Irresistible. اگه کسی مثل سعید و دیگران که این چیزای آمریکایی رو دارن میتونن لینکی ازش پیدا کنن ببینن رو کدوم برنامه، چون تو سینما نیست الان، جزء ویدیو آن دیمند. ویدیو آن دیمند یعنی شما یه جایی پول میدی، 10 دلار، 20 دلار، 14 دلار، 15 دلار، این فیلم رو بهت میدن، 24 ساعت از طریق اینترنت نگاه میکنی و به اصطلاح میره دیگه، تموم میشه دیگه، نه برو سی دی پس بده، سی دی بیار و این چیزا هم نیست. Irresistible دیروز به مدت 1.5 ساعت من مصاحبهش رو گوش میدادم، به نظرم میاد باید فیلم جالبی باشه، منم میخوام اون رو نگاه کنم. و اگر کسی هم پیدا کرد، حالا دیگه کپی مجانیش باشه دیگه چه بهتر، اگر پولی هم باشه لینکش رو بفرستید یا روی فیسبوک بذارید. اینو قبلا هم نشون دادم، نوشته ساعت 10 شب چرا آرایش میکنی؟ خانمه میگه من موبیلم رو یا تلفن همراه رو با چهرم قفل شده باز نمیشه، چون وقتی که عکسم رو بهش دادم عکسم با به اصطلاح آرایش بوده. اینم یه اشکالی هست. خود من الان وقتی این تلفن رو میارم بالا تا منو میبینه خب صورتم رو تشخیص میده، باز میکنه، ولی وقتی ماسک زدم نشون نمیده. ولی اینا انقدر سمارت درستش میکنن که حتی با عینک بی عینک اینها رو اوکی بذارید من اینو بزنم، بله اوکی، ببخشید یه نفر یه آدرس من اینجا بنویسم، خوب شد این تلفن رو برداشتم چیز کنم به اصطلاح به شما بگم، یعنی به خودم حقیقتا بگم هیکس درایو کجا به کجاست. بله یک عددی هم بزنم و بیام خدمتتون. بله خب یه عکسی بهتون نشون بدم. این زمان شاه هست. اونایی که بعض وقتا میریم تو این سایت ها توی ویدیوهای یه چیزی میبینیم که طرف یه جوری صحبت میکنه، جوان ها فکر میکنن آقا ایران چنین و چنان. ببینید دوستان، اینو قبلا هم من باز نشون دادم، تو خیابون با این ترافیک نگاه کنید، ترافیک خیابون رو از لندهور لندروبر داره میره، مینیبوس هست، اتوبوس هم هست، یعنی خیابون نسبتا بزرگیه، ولی نگاه کنید بچه ها چجوری توی جوب آب. و من خودم یادمه ما میرفتیم دروازه سعدی پایین ترش، اون موقع هنوز فلکه ولیعت ساخته نشده بود، اونجا دیگه تقریبا جایی بود که این جوب آب میرفت، آبو اصلا خدا میدونه کجا میریخت. ما اونجا جلو جوب آبو میبستیم به همین طریقی که اینا انجام میدن، یکی میخوابید اون یکی دیگه هم بقیقا میمد، ببینید این یکی اولی خوابیده اون اومده اینجوری،
بعد مانع درست میکنن، این میشه برای اونای دیگه شنا. و چه جالب، اون دوتام رفتن توی چیز. آقا خانم والا بلا بهشت برین نبود، اگه بود مردم انقلاب نمی کردن. و اینم داستان وام های هست که شاه و خانوادهش به کشورهایی مثل انگلستان، حتی مثل سوئد، مثل سوئیس دادن، اونا رو آباد کردن وقتی که پوز می دادن. مثل این میمونه که من یک کردیت کارت داشته باشم، آقای اکبری و آقای زمانیان و همه رو بردارم ببرم رستوران پوز بدم، ولی بعدن بیام پولش رو مثلا از جیب این و اون بخوام بزنم پرداخت کنم. خود شاه و خانواده شاه چون عقده عمیقی داشتن، داریم دیگه میگه یارب مباد گدا معتبر شود، گر گدا معتبر شود ز خدا بی خبر شود. این خانواده چون خانواده فقیری بودن و اینها، وقتی آمدن به این جاها رسیدن نتونستن خودشونو کنترل کنن. و اونایی که میگن چی بودیم چی شدیم، این بفر اینم نوشته چی بودیم چی شدیم، عکس شاه با این همه شاخ شمشاد و نمیدونم شاخ زیتون و تاج و فلان گذاشته اینجا، این زمان شاه بوده، چی بودیم، اینم حالا چی شدیم، اینا عکس خمینی. اگر کسی به غیر از این صحبتایی که ما میکنیم فکر میکنه ما داریم دروغ میگیم و به اصطلاح حقیقت رو نمیگیم، اون حقیقت رو میخواد بگه، بیاد مهمون ما باشه توی برنامه صحبت کنه. این راجع به مهمون ما باشه توی برنامه صحبت کنه، یه آقای هست به نام داوود رمضانی، خب اینجا بهش میگن دیوید رمضانی، برای ایرانیا با سلام شروع میکنه ایمیل، با انگلیسی مینویسه، بعدم توهین میکنه به اینو که اینا نمیفهمن، قد صمد آقام نمیفهمن. منم براش نوشتم ای کاش شما فارسی مینوشتی که اقلا صمد آقا، حالا دوره شاه نفهمید، دوره خمینی هم نفهمید، به لطف شما با فهم بشه. به ایشون چند بار گفتم که بیا یه مصاحبه داشته باشیم، شما چی میگی؟ به این سادگی نیست بریم بزنیم بکشیم و فلان اینها، کی بره کی بزنه. بعد نوشته ما در این مملکت مالیات، ببینید دوستان مغز اینا چقدره، ببینید تو مغز اینا چی میگذره. میگه ما در این مملکت، یعنی تو آمریکاست، در این مملکت مالیات میدیم، باید بریم از دولت آمریکا بخوایم که بره نو فلای زون بذاره رو فضای ایران. نو فلای زون اگه بذارن آخونده از بین میرن. میگم اولا چند بار تا الان نو فلای زون گذاشتن، کجا آخونده از بین رفتن؟ دومن آمریکا چه تعهدی در قبال تو و من داره؟ مالیات اگه ازت میگیره، شما تو این مملکت پول درآوردی، $1,000 در میاری، $300 مالیات میگیری، حقوقت بالاتر بره $1,000 در میاری، $400 مالیات میدی. چه تعهدی به تو داره، چه تعهدی به ایران داره؟ حالا قرار شده ایشون یه وقتی بیاد. دوباره تا اینجا هستیم، یه عکس دیگه ای باز از زمان شاهنشاه آلیامر بهتون نشون بدیم که خیلی فکر نکنید این آخونده درسته بدن، پدر سوخته هستن، اگر یکم انسانیت داشتن هیچ وقت دیگه مردم اسم شاه رو نمی بردن. ولی اینجور هم نبود که مثلا تو سیستان بلوچستان 1,000 تا مدرسه باشه، اینا اومده باشن با بولدزر خراب کرده باشن، الان مجبور بشن تو کپر بشینن. ولی این احمقا وقتی اومدن قول دادن نرفتن درست کنن. اگر اینجوری بود چرا زمان قبل از انقلاب بیان بگن 2500 مدرسه دبستان کم داریم؟ بیا اولا اونجا نگاه کنید، روبرو نوشته محل اخذ آرا. این پیکانی هم که من دارم میبینم دوستان با اون سپر پهنش، این یعنی بعد از سال 54. این پیکان من یادمه چون دوستم بهروز قاسم زاده وقتی پیکان 54 گرفت، قالپاقش همین جوری بود، سپرش هم اینجوری پهن بود و مدلای ماشینای ایرانو میتونستی حدس بزنی، نمیدونم فرمونش اینجوریه، پیش رادیاتش اینجوریه. این بعد از سال 54 بوده این عکس دوستان. ببینید بعد از سال 54 وضع ایران اینجوری بوده. از اون مغازش نگاه کن تا این خانما کنار جوب نشستن رخت میشورن و این بچه هم اینجا همینجور نشسته با مادرش و با اینا بماند. بیایم بریم حالا سراغ آقایون رمضانی و اینها که ببینیم دولت آمریکا کی میاد نو فلای زون.
بذاره برای ما. امروز اتفاقا از آقای امیر هوشنگ، هوشنگ امیر احمدی خواستم که با ما باشن، نتونستن، گفتن یه وقت دیگه. چون من در چند هفته گذشته دیدم که آقای هوشنگ امیر احمدی، آقای با کیه باطبی، نه باطبی زاد، باطبی که اینجا، اون یکی تبرزدی و آقای شعله مشنگ، آقای شعله سعدی و یک پنل سیاسی آقای شهرام همایون یک کار خیلی جالب انجام داده. از اون ور تماشاچی ها رو از دست داده، از این ور تعداد شرکت کننده ها تو برنامه رو زیاد میکنه. آقا 8 تا 9 نفر میاره، اولا خودش که اصلا حواسش به اونا نیست، حواسش همش از این چیزا داره رو میز، مثل ما اینجوری که تلفن هست، حواسش به این تلفنه که چند نفر هستن، چند تا پول دادن، این ور یه آیپادی داره، اون ور یه چیز دیگه، هی گاهی وقتی هم میگه آرش بیا، اصلا این حواسش به اونا نیست. حالا میمونن اونای دیگه، اونای دیگه هم که هر کسی اومده حرف خودش رو بزنه. شعله سعدی میگه راه سوم، آقای امیر احمدی میگه سازمان آبان، aban.org.com. من با آقای احمدی، امیر احمدی یه پیام گذاشتم، گفتم آقا خب شما وقتی با اینا میری، اولا جز اتلاف وقت چیز دیگه ای نیست، یعنی شما واقعا اگه سازمان تشکیل دادی، برنامه هم داری و هدفت هم مشخصه، خب باید بیای قشنگ جدا برنامه ریزی کنی بری چی. ولی میری با این کل کل میکنی، تو میگی من کی شروع کردم، اون میگه نه راه سوم رو من شروع کردم. حالا چیه؟ ببخشید من اینو میگم، آقای اکبری و دیگران میدونه، شاید شما میگفتید تو شیراز وقتی دو نفر با هم دعوا میکردن، میگم آقا حالا دعوا نکن، چیه تو اول شدی، بیا دست خر رو جایزه بده به این. حالا من نمیدونم چرا دست خر رو حواله میدادن، میگم دست خر، با دست خودم اینجوری میکنه. در رابطه با اسرائیل و کلیمیا و اینا که صحبت میکردیم، یه مقاله بسیار خوبی آقای لادن نوشتن که من امیدوار بودم این جمعه با ایشون صحبت کنم، ولی متاسفانه بازم اون کاری که براشون پیش اومده بود هفته پیش هنوز ادامه داره، باید اون کار رو تموم کنن. امیدوارم هفته آینده با ایشون باشیم. خب سیبیل رو اینجا نوشتم، نشون دادم، حالا یه سیبیل دیگه بهتون نشون بدم. این رضا قلدره و باز هم این عکساری که من میبینم دیگه مطمئنم که از طرف آقای اکبری هست یا از صفحات ایشون من برداشتم. سردار ایران بارگاه سرور شهیدان را زیارت کرد. اینایی که هی میگن شاه اگه مثل باباش بود دست آخونده رو قطع میکرد چنین و چنان، نه آقا، این رضا قلدر خودش پیاده میرفته مشهد، مثل الان هست که پیاده بلند میشن میرن عراق، این پیاده میرفته مشهد، گل به سر میکرده، هزار خاک دیگه بر سر میکرده، اونم با این هیچ فرقی نداشته. چیزی که هست دوره این رادیو تلویزیون اینها بیشتر بود، من و شما دیدیم. اینم باز قبلا بهتون نشون دادم، یه بار دیگه هم نشون میدم، روزنامه اطلاعات 24 مرداد سال 1350، شاه پهلوی استقلال بحرین را تبریک گفت. محمد رضا شاه جدایی بحرین از ایران را تبریک گفت. شما به من بگین کدوم رهبر احمقی میشناسین که آمده باشه یک قسمت از مملکت رو که از دست داده به طرف تبریکم بگی. یه چیزی نوشته اینجا خیلی قشنگه، چرا از رفتار آدما ناراحت میشین؟ از خودتون ناراحت بشین که با آدمای اشتباه دوست شدین یا به اونها بها دادین. من یه فرصتی میخوام که یه دفعه با آقای بهمن احمدیان صحبتی داشته باشم، ولی حالا چون ایشون نیست و از قبل چیز نکردیم، به اصطلاح با هم قرار نذاشتیم، امروز من حرفی نمیزنم، ولی بعدن یه گله‌ای دارم که میخوام وقتی خودشون هستن باشون صحبت کنم. احمد کسروی، صادق هدایت، فریدون فرخزاد، انسانهایی که در آینده زندگی میکردن. دوستان چه تفاوتیه بین آدمایی که تو گذشته زندگی میکنن و اگر این نوشته درست باشه اصلا همچین چیزی وجود داشته باشه که کسی بتونه در آینده زندگی کنه، چه تفاوتیه بین اون که تو گذشته زندگی میکنه با اینا که تو آینده زندگی میکنن؟ یعنی اینا هیچ کدومشون مشکلات و وضعیت زمان حال رو نمیفهمن، نه دنبالش بودن که بفهمن.
خودشون رو یا بردن عقب مثل این لس آنجلسی های بی تربیت و بی فرهنگ دنبال کوروش و فرهنگ میگردن، یا خودشون رو بردن جلو چسبوندن به غرب، از اونجا رونده، از اونجا مونده، زمان حال رو هم از دست دادن. من بارها گفتم صادق هدایت یه بچه پولدار لوس نونور افسردهی که نتونست زندگی کنه، هی خواست خودکشی کنه، نتونست خودکشی کنه، آخر دیگه موفق شد خودکشی کرد، بیچاره رفت. و چی کار کرد صادق هدایت برای فرهنگ ما ایرانیا، به غیر از اینکه یه عده جوون افسرده و غمگین و بیچاره رو اینا رو به خودکشی و اینا سوق داد. احمد کسروی آخوند و طلبه‌ای که آخوند بوده بعد ول میکنه میاد برای ما دانشمند میشه، بعد کتاب حافظ و سعدی و اینها رو هم میسوزونه، آتش کتاب سوزی را میندازه، جمعه شبا یا شبای جمعه کتاب سوزی را میندازه. فرخزادم که من بارها بهتون گفتم، فرخزاد یه آدمی بود که سوء استفاده چی بود، وقتی که توی آلمان یکم وضعش خوب شد فهمید که بیاد ایران بهتر میتونه پول در بیاره. حتما شما هم 100 نفر رو میشناسید که گفتن بابا ولمون کن، گروه بابای آمریکا، گروه بابای آلمان، ما میریم ایران، ایران بهتر زندگی میکنی، بیشتر پول در میاریم. ولی اینایی که میگن فرخزاد از زمان خودش جلوتر بود، بیان با من صحبت کنن. یا فرخزاد خودش ادعا میکنه من بیشترین بیننده رو داشتم، میگم مردک حالا که مردی این روز جمعه خدا بیامرزتت، بیشترین مگه مردم انتخابی هم داشتن که برن یه تلویزیون دیگر رو نگاه کنن؟ باز میکردن تو بودی، من میجون مینشستم فوش میدادن تا نفر بعدی بیاد، یا جوونا بودن استفاده میکردن. تو دیگه نمیخواد بگی تفاوتی نبود بین مراد برقی و صمد و نمیدونم فلان و فلان، یواش یکی بوده. مثل الان نبود که آخونده بزنه تو سرش، دو نفر نشینن نگاش کنن، مردم برن تلویزیون ترکیه و تلویزیون من و تو و تلویزیون ایران اینترنشنال و تلویزیون بی بی سی و تلویزیون سوربی و تلویزیون هر کسی که یه تلفن داره یه تلویزیون داره. واقعا میگم شما اینو اینجوری روشن کن، بزن اینستاگرام، بزن روشن. امروز آقای امیر احمدی میگفتم یا تو برنامه قبلی بود با آقای کرمی، میگفت هر کی میتونه برنامه خودش داشته باشه یوتیوب و اینا، گفتم آقا یه آگهی بود اینجا میگفت هر کسی تلفن داره میتونه وکیل داشته باشه، یعنی با تلفن زنگ بزنه برای ما استخدام بشیم و وکیلش بشیم. حالا هر کی یه تلفن داره میتونه برنامه تلویزیونی داشته باشه، میتونه حرف بزنه. و این چند سال پیش راه افتاده بود که هر یک نفر یک رسانه. متاسفانه ایرانی‌ها تو این کار موفق نبودن. یکی از اونها خود من، شما نگاه کن 22 ساله دارم این کار انجام میدم، من ندارم 20 نفر رو که بتونم مطمئن باشم امروز این 20 نفر میان تماشا میکنن. آقای شهرام همایون نگاه کنید، این بیچاره دو سه هفته گذشته فکر کنم از بس موهاشو کنده، همین 4 تا نخ مویی هم که مثل من اینجا داشت دیگه الان رسیده به این تا. خب بالاخره ما نفهمیدیم دوستان، زگهواره تا گور دانش بجوییم، یا اینکه بریم کار کنیم و نگیم چیست کار، یا بر لب جو بشینیم و گذر عمر ببینیم. این رو هم یکی از دوستان گذاشته بود روی فیسبوک، یا دیگه آدم نمیدونه از کجا. آقای این خانم مگی سعید، مگی میگن هم اینجا میگن معمولا، بله آخرش نفهمیدیم زگهواره تا گور دانش بجوییم، بریم کار کنیم نگیم کار چیست، یا بر لب جو بشینیم و گذر عمر ببینیم. این درست همون چیزی که من بارها گفتم، خیلی روی این اینجا میگن old saying، ضرب المثل ها، زبان زد ها خیلی تکیه نکنید. یه برش میگه هر کی با بی ادب ها بشینه بی ادب میشه، یکیش میگه امکان نداره اینجوری بشه، خیلی نمیشتیز کن. بله میگه که اسامه بن لادن did not fly plane into any US building, he just asked and inspired people to do it. آره این ماجرای باز دونالد ترامپ کثافت رفته خودش، ولی ما رو هنوز ول نمیکنه. و اون مردکم بود که بالش میفروخت، اونم رفته یک تلویزیون و یک سوشال میدیا و اینا برای خودش درست کرده، بیا و ببین. دوستانی هم که راجع به دیکتاتوری و اینها میگن، یادتون باشه که بعضی وقتا حتی دموکراسی وقتی که تندروها
میان دست میگیرن به اصطلاح میتونه تند چیز بشه، تبدیل بشه به یک دیکتاتورشیپی. میگه 1923 آدولف هیتلر لد، یعنی رهبری کرد یک کوپی رو که شکست خورد، فیلد کوپ. هی واز تریدد این جرمنی موو آن دکید لیتر، هی واز ا دیکتاتور اند ایت واز ورس دیزاستر این دی هیز. بله، همین ماجرای هیتلر که چجوری یه نفری که انتخاب شده بود از طرف مردم اینجوری عوض شد و دیگه به مردم خودش که کاری نداشت هیچی، میخواست به دنیا به اصطلاح اونجوری اجحاف کنه. دوستان شما هم حتما وقتی ماجرای سیاه‌پوست و سفیدپوست و اینها میاد توی مهمونی‌ها، توی صحبت‌هایی که با دوستاتون دارین، میرسین به اینجایی که آقا خود این سیاه‌پوستا هم تقصیر دارن. من بارها گفتم که اینجوری نمیشه کالبد شکافی کرد، اینجوری نمیشه به اصطلاح ایبیابی کرد. بگیم خب اینا خودشون تصمیم داره. یه شب را بیافتیم برین تو واشنگتن خونه های اینا رو ببینین از گرما مثلا شب تا صبح مجبورن بیان تو خیابون بشینن، چون اون موقع دیگه ترافیک نیست، تو خیابون باد میاد. خونه های اینا خیلی کوچیکه، رو هاوس زندگی میکنن. رو هاوس یعنی این خونه های تاون هاوس، آپارتمان نیست، بغل هم چسبیده. بعد دیروز وقتی داشتم مصاحبه جان استوارت گوش میدادم راجع به فیلمش، نمیدونستم من اینو، میگو وقتی که هم جان استوارت هم هاوارد استرن دوتاشون فرزندان کارگران آمریکایی هستن، بلو کالر. ببینید وقتی شما سفید میپوشی وایت کالر، کارهای بانکی و اداره اینا، اگه آبی پوشیدی لباس آبی یعنی لباس کارگری. اینا فرزندان کارگر بودن. بعد داشتن با هم صحبت میکرد، میگو خب من اون حالا میلیونر، اون یکی میلیاردره. میگو خب ما هم بچه کارگر بودیم. چیکار گفت؟ صبر کن. گفت وقتی پدر من و تو از ویتنام اومدن، با وجودی که مردم آمریکا ناراحت بودن، با وجودی که خیلی جاها بهشون توف کردن اینها، ولی مجلس و دولت یه قانونی گذاراندن به نام جی آی بیل که به اینا کمک کنید خونه بخرن، وام بگیرن اینها. دوستان باورتون میشه که اون سیاه‌پوست بدبختی که رفته جنگیده وقتی اومده به اون ندادن، گفتن این اگه بیاد توی این محله، محله ما خراب میشه. خب حالا شما برگردید مثلا 60 سال 50 سال پیش که جنگ ویتنام بوده، خب اگه اینا برگشته بودن یه خونه بهش داده بود، رفته بود با اونای دیگه قاطی شده بود، کلا فرهنگ سیاه‌پوستا عوض میشه. ولی همین که تو از اون شیر آب بخور، من از این شیر آب میخورم، تو اون دستشویی برو، من این دستشویی میرم، اینا سپریت کنن، جداشون کنن، همیشه اونجوری میمونن. و چپ و راست الان میبینی اینقدر بهشون میگن بابا پلیس وقتی میاد گوش کنید، نترسید، فرار نکنید، فلان اینا، فرار کنی میزنه میکشته، وایسی ماکسیمومش میری زندان. ولی اینا میگه آقا وقتی هم ما وای میسیم آخرش کشته میشیم. همین بحث این CIA و این پلیسی که الان اون روز دیگه دستبند زدن بهش، رفت زندان و گفت ممکنه 40 سال، تازه قاضی هم شاید زیادترش کنه، گفت ممکنه 40 سال زندان. و اینا چون میرن زندان دولت و من و شما مسئول جونشون هستیم، گفت ای باید بره زندان انفرادی، چون تو زندان عمومی نمیتونه باشه. زندان انفرادی هم خیلی وقتا به عنوان تنبیه یه نفر میفرستن، حالا اینجا به عنوان اینکه از جون این مواظبت کنن فرستادن. ولی انفرادی شما یه ساعت بشین یه جایی در اتاق خودتو میبندی، دلت میگیره، یه ساعت. وقت اینا 24 ساعت هر روز، گویا روزی یک ساعت میتونن برن یه جایی چند تا قدم بزنن. خب کمتر از 100 نفر در کالیفرنیا رفتن جلوی سفارت چین. اگه این آقای مرتضی، اگه این آقای شهرام و همایون و دیگران می اومدن برای خودشون یه حد معین میکردن، میگفتن آقا اگه دیگه تا مثلا تابستون این نشد، ما میریم دنبال کار زندگیمون، تکلیف مردم معلوم میشد. گویا آقای رضا پهلوی دوباره گفته نه، من که نگفتم اونجوری، من گفتم اینجوری. از بس طرفدارانش از آقای امیر طاهری گرفته، احمقی به نام روزنامه نگار، امیر طاهری گرفته تا دیگران، اینا هی گفتن نه این که نمیتونه بگه، حتی شهرام آینم گفت این که نمیتونه بگه من شاه نیستم. آقا میگه من نمیخوام باشم، شما میخواین به زور
خب چه فرقی میکنه شما به زور دخترت بدی به این نفر ازدواج کنه بمانه. خلاصه گویا باز حرف شعوز کرده آقا رضا، تبریک بهتون میگم، حالا شا گیرتون اومد، یه دو سه هفته شا نداشتین خیلی حالتون بد بود، حالا که شا دارین برید هر غلطی میتونید انجام بدید، هر برنامه دارید اجرا کنید. 50 میلیون با مال باخته، حتما شما هم خبرها رو دنبال میکنید از ایران که حتی تو مجلس هم گفتن مال باخته ها اومدن و میگن ما حرف رهبر خامنه ای رو گوش دادیم و حرف روحانی رو گوش دادیم و مالمون رو باختیم و میگن 50 میلیون. دوستان یه کمی بیان به من راهنمایی کنید، 50 میلیون مال باخته یعنی چی؟ یعنی اینا مال داشتن که حالا باختنش، کجا باختن؟ تو بازار. کجا باختن؟ تو دلار. کجا باختن؟ تو نمیدونم این چیزایی که اوراق بهادار، اوکی؟ بازار سهام. یعنی اینا گشنه نبودن. اون وقت 50 میلیون، 50 میلیون نفر سرمایه گذاری کردن، یعنی تو 80 میلیون یا مثلا 10 میلیون هن، ولی 5 نفر هر خانواده ای هست، هر خانواده شون میگی. ما مشکلمون اینه که هیچ کس حرف درست و حقیقت نمیزنه، از من مجری بیکاره تلویزیون مردم گرفته تا رئیس جمهور ایران تا نمیدونم خامنه ای تا رئیس جمهور آمریکا، بله همین رئیس جمهور آمریکا بایدن هم، خانم بهیه جیلانی باز با عصبانی، خانم یک کمی شما اول به فکر سلامتیت باش، قرصی دارویی چیزی استفاده کن یک کمی آرام بشی. برای من نوشته بود که بله نمیدونم بایدن این و اون، حالا شما هم اگه میخواین مشکلات جامعه رو بفهمین داخل جدا شده های مجاهدین جامعه شناس هست. من نمیدونم حالا دیگه شما با مجاهدین هم میدونم که با مجاهدین مشکل داشتین، ولی حالا با جدا شده هاش هم شما مشکل دارین. خب خانم جیلانی شما هم که بدتر از من، کسی هست که شما باش مشکل نداشته باشید؟ اگه هست مثل که شورت لیست بنویسید بهتره. Be yourself if you vote a Republican because you fear socialism. این هم از این نوشته‌های انگلیسیه که میگه خودت باش، اگر تو به اصطلاح به ریپابلیکن ها چیز کردی برای که اونا گولت زدن، باور کردن که باور کردی اینجا میخواد کمونیستی بشه چنین و چنان، از این تعبیرها و تفسیرهای آبکی که از صبح تا شب توی فیسبوک و توییتر و اینها میاد. من این بخونم ببینم چی نوشته. دفتر امام جمعه ایزه ضمن عذرخواهی از مردم ایزه اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی امامزاده امیرالمومنین که در ورودی شهر ایزه قرار دارد تعطیل می باشد. شخصی که اصالت ایشان ایزه‌ای است ولی از کودکی ساکن آمریکا بوده با در دست داشتن سند رسمی مربوط به محل فعلی امامزاده امیرالمومنین به سازمان اوقاف و اماکن مذهبی مراجعه و ثابت کرده که محل مذکور مقبره پدر بزرگ ایشان می باشد و امامزادهی در کار نیست. در حال حاضر تمام تابلوها و بنرهایی که در سطح شهر و خود مکان محل امامزاده را نشان میداده جمع‌آوری شده. من موندم تکلیف اونایی که شفا گرفتن الان چی میشه، اونایی که از این امامزاده شفا گرفتن. اولا خیلی خوشحالم که این قبر مال پدر بزرگ یکی از ایرانیان، چون معمولا امامزاده ها بعضی هاش توش کله خر بوده، گوش به اصطلاح مرده خر بوده، داستان های زیادی هست. بله میگه که he died for the crime of being poor. بله این ماجرای اینه که مثلا این آقایی که پلیسی که اونو اینجوری کشته بود یه پولی گذاشته بودن آزاد بود، ولی آدمای فقیر برای 100 دلار دوستان میگه 100 دلار بذار که روز دادگاه برمیگردی، نداره میدنی زندان. اون وقت هر یه روزی خود این زندانیه گویا 600 دلار خرج داره برای این. طرف میگه آقا 100 دلارش بدین 500 دلار هم برگردونین تو چی، این بره برگرده بیاد، نیومدم نیومد کاری نکرده که. خلاصه از این چیزام تو آمریکا هست، مشکل زیاده. ولی خبر خوب اینه که خانمایی که شوهر دارن کرونا نمیگیرن. دانشمندان کشف کردن که زنان متأهل کرونا نمیگیرن چون که خداوند
یک بلا را دوبار بر یک نفر نازل نمی کند. اینم جوکای بیمزه اینترنتیه. و اما من گاهی فکر کردم که ترکیه کار خوبی انجام داده که زبانش به اصطلاح الفباش انگلیسیه، ولی این نوشته خیلی جالبه، مثل که طرف ترجمهش نوشته بود که آفندی فلان نوشته، گفت که یه کتاب مثلا دیکشنری بیار، من میخوام ترکیه قدیمی رو بخونم. یعنی ما هم فکر کنیم اگر یه وقت فارسی رو گفتن میخوایم فینگلیش بنویسیم به این دلیل به اون دلیل، بعد با این همه نوشتهایی که حالا داریم میخوایم چه کار کنیم. اینم دیلیت کنم و بیام سراغتون. مال شما هم اینجوری، کامپیوترتون وقتی رایت کلیک میکنید بعضی از این پرونده ها دیلیت دوم سومی بالان، بعضی وقتا رو بیستومی پایینه، هی بالا پایین، شاید اصلا متوجه هم نشین من چی گفتم، اب نداره. و اما دوستان دیدید که وقتی یه جایی میخوان یه چیزی رو افتتاح کنن، یه چند نفر از مسئولین میرن اونجا و معمولا قبلا یه نفر بود، حالا برای که میخوان بگن با هم چیز میکنن، مشارکت میکنن، 20 تا قیچی میارن، هر کدومشون یه تیکه از روبان رو میگیرن. ولی این من نمیفهمم چیه، یه تیر چراغ برقه، از اون برم یه بنر یا یه تابلوی بهش آزاد نشته در بهار آزادی جای شهدا خالی، زیرش نوشته افتتاح تیر برق با گذشت 220 سال از اختراع لامپ توسط همفری دیوید، برق بردن به جایی با پول خود مردم، این همه منت و عکس یادگاری نداره. واقعا یعنی اینقدر اینا احمقن که همچی کاری انجام داده باشن، بعدم نواره که نمیبندن به ستون بعد اونجا. نمیدونم والا چی بگم، ما آدم های به اصطلاح ملت عجیبی هستیم، به همین خاطرم رهبرا و رئیس جمهور و شاه عجیبی داشتیم. این چه ماشین تر تمیزیه والته، نوشته انگور قزوین مخصوص جریان چند تا نقطه. خب هر کی میخونه میدونه که این منظورش شراب و شراب درست کردنه، درست مثل همون ماجرای توفیق که میگفت شب جمعه دو چیز یادت نره، دوم توفیق. من همیشه چند تا نقطه رو میدیدم میگفتم این خب چرا ننوشته اولش چیه، و از هر کیم میپرسیدیم بهمون جواب نمیداد. مثل با یه خانم هنبشهی مصاحبه کردن، ایشون حاملن، گفت که خب حالا که حامله هستی اون بچت که 9 سالشه یا اون یکی دیگه 5 سالته ازت نمیپرسه این چیه تو شکمت؟ گفت میپرسن، میگم بچه هست. گفت نمیپرسن چجوری اومده؟ گفت چرا، خیلی آروم توضیح میدم که من و بابات همدیگر رو بغل کردیم اینجوری شده. گفت خب بعد حالا خودشونی میخوای بغل کنی، نمیگن ما بچه بیاد تو شکممون؟ زنه مونده بود که چی بگه. و اما جک استرا حتما یادتونه، جک استرا وزیر امور خارجه اسبق انگلیس اخیراً کتابی به نام The English Job منتشر کرده که در قسمتی از کتاب به تسخیر سفارت انگلستان در 8 آذر ماه 1390 یعنی 9 سال پیش اشاره جالبی می‌کند. در حمله به سفارت انگلیس همه چیز را شکسته و ویران کرده بودند، اما شیشه‌های مشروب را دزدیده بودند. اینم داستان آقای جک استرا. این وقتی سر کار بود خیلی هم از ایرانیا هم از انگلیسی ها فوش میخورد. و اما بهترین کاری که هر کسی میتونه انجام بده به جای گل سبز کردن و نمیدونم این چیزا اینه، میگه که The beauty of teacher، زیبایی معلم بودن اینه که این معلمه، میبینید که این هر کسی بچه ها رو که فرستادن مدرسه، خب بالاخره این تخم هستی و اینها رو توی این گلدون ها جا دادن و این معلم با حوصله به اینها با آب پاش داره آب میده و گلا رشد میکنن و دانش اینها زیاد میشه. البته هر کی این آب پاش کشیده خیلی زشت کشیده، این خیلی قشنگتر از این باید باشه، نقاشیش طرف بدتر از من بوده یا فکرش بدتر از من بوده. خب اینم از این ساعت 3:16 است،
من چون امروز قرار با آقای لادن باشیم ولی ایشون نمیتونست بیاد، دیگه فکر کردم یه ساعت با شما باشم، ولی یه ساعت اصلا ما سلام علیکم اون طول میکشه. اینو اون روز نشون دادم، ولی امروز چون میخوام پاکش کنم و دوستانی که فکر میکنن در زمان شاه ما اروپا بودیم ولی مرض داشتن بعضی ها ما رو برگردوندن عقب، نوشته برای نگهداری در یک مرکز تربیتی بچه گداها جمع آوری میشوند. اینم مال دوره شاه بوده و بهتون گفتم یه فیلمی هم حتی بود، من فکر کنم لیلا فروهر رو هم من اونجا تو اون فیلم دیدم که داشت بازی میکرد، فکر کنم اسمش بود گدایان تهران، درست یادم نیست. و میدونید وقتی که نزدیک انتخابات میشه این آخونده برای رای گرفتن و برای آوردن مردم هر کاری رو انجام میدن، اینم یکی از اون کاراست که یه نفر اینو اینجوری درست کرده به شوخی، چون الان میذارن خانوما تو ایران دوچرخ سواری کنن، نوشته دوچرخه مخصوص بانوان، اگر باز هم تحریک میشید پردش رو بلندتر کنیم. این پردهای حموم و دوش و اینا رو گرفته گذاشته دور این خانم و این بار که طول میکشه یکم برای که دارم پاکش میکنم. Only when you want to do something harmful, otherwise love is enough. بله، معرف حضورتون هستن آقای چارلی چاپلین، کسی که حتی از انگلستان هم فکر کنم پناه آورد به آمریکا و بعد همین انگلستان لقب سر بهش داد. میگه که شما قدرت رو فقط موقعی احتیاج دارین که میخواین به یک چیزی، به یک کسی ضرر بزنید، در غیر این صورت همون عشق کافیه و همه چیز رو انجام میده، عشق دنیا رو آباد میکنه، ولی اگه میخواین خرابش کنید اون موقع احتیاج به قدرت دارید. خب اینم خوندم اون روز دیگه براتون پاک میکنم. لقمان به پسرش گفت نمیدونم یک کیسه بیارو اینها، این دارو برای من، نه اینم خوندم فایده هم نداره، فعلا که واکسن هست بهترین چیز واکسنه. آها اتفاقا من یه روز صبح اومدم اینجا و فیسبوک برای من نوشته بود که اگه دوست داری اینو بذار رو عکست تبلیغ بشه دیگران برن واکسن بزنن. الانم اگه دقت کنید تو فیسبوک صفحه خود من عکس من اینجوریه، نوشته که من واکسن زدم شما هم واکسن بزنید. بعد یکی از دوستان نوشته بود من نمیزنم مگر اینا این شکلی نشون ده. گفتم آقا من اینو نه به عنوان تبلیغ، نه اینو به عنوان تشویق دیگران، تبلیغ اینه که من پولی گرفته باشم تبلیغ کنم، اینو به عنوان تشویقی برای دیگران که برن چیز بزنن، مثلا هم آقای اکبری میگه من نمیرم بزنم، اینجوری بهش میگیم آقا برو از خر شیطون بیا پایین و رضایت بده. خب اینم ببینیم چی نوشته. دو سال بعد از سرنگونی محمد رضا شاه پهلوی از جیمی کارتر، اینو من اون روز خوندم، این مزخرفایی که از قول جیمی کارتر می‌نویسین اصلا حقیقت نداره، چون جیمی کارتر رو حرفایی که میزنه همش این روزا دیگه نوار، این روزا چیه الان از 50 سال پیش به این طرف هر چیز رو شما بگی یه جایی نوار شده. این بحث من با دوستانی هم هست که راجع به بنی صدر میگن گفته اگه موی زن رو ببینید، و بعضیا اصرار میکنن که خود من شنیدم، میگم بابا نگفته، شما فکر میکنی شنیدی. بعد من خودم یه ساعت و نیم با آقای بنی صدر تو خونه خودشون که مال شهرداری فرانسه نشستیم صحبت کردیم، گفت نه آقا اصلا هم چیز نیست، اینا ساختن خودشون هم زیادش کردن، والا یه نواری بیارید. من هر جا رفتم سخنرانی کردم، من میشه برم تو دانشگاه تهران سخنرانی کنم فیلم برداری نکرده باشن، صدا ضبط نشده باشه، خب بیارم، نیست، هم چیزی نیست. بله میگه که من که معتقدم مهم این است، آها این مال دریای به اصطلاح مال خلیج فارس و اسم و اینها هست که همیشه خب آها اینم که گفته آمریکا اسلحه مسلحش رو جمع کنه از دنیا، به جاش میتونه مدرسه و بهداشت و فلان اینا بده به تمام آمریکایی ها، چون میدونید خدمات درمانی و بیمه و اینها توی آمریکا
خیلی وضعش بده، خیلی ها از بیپولی نمیرن به موقع اگه مریض میشن بیمارستان، بعد کارشون میکشه به یه جاهای خطرناکتر، دو برابر سه برابرش خرج میکنن، ولی که اون که پول نداره بده دوباره مردم میدن. اونایی که باهوش باشن میگه آقا مردم که دارن پول میدن، همین اول این پوله رو بگیرین ازشون، مثل آدم، مثل اروپا، مثل آلمان بیمه بهشون بدین. شما تو آلمان بچه ها میمدن ثبت نام میکردن میرفتن دانشگاه، بیمه میگرم کلیهش رو میرم با لیزر نمیدونم تو آب حمام چیز میکردن، چی میگن، سنگ کلیه رو، نه کلیه رو ببخش، کلیهش رو توی با لیزر به اصطلاح میشکندن و سنگاش رو خارج میکردن. دوستان درباره عصا چی میدونیم؟ مخصوصا این عصاهای تاشو هست، این دوستم آقای سفر دادور خیلی کمک میکنه به اونایی که تو ایران نابینا هستن یا ناشنوا هستن و الان چند مدت ازش خبر ندارم. آخرین باری که باش صحبت کردم به شدت از دست ایرانیان به اصطلاح دلخور بود که آقا کمک نمیکنن، نق میزنن، و گفتم خب ما هم که اینجا قدرت اجرایی نداریم که بریم دست اینا رو بپیچونیم بگیم شما باید بیاید کمک کنیم. میپرسه در چند سالگی فهمیدید که عصای سفید یعنی صاحبش تنها نابیناست و عصای سرخ و سفید یعنی صاحبش هم نابیناست و هم ناشنواست؟ من خودم نمیدونستم تا این موقعی که هفته پیش بود این اومد، نمیدونستم. وقتی هم فرستادم روی چیز، خیلی از دوستان نوشته بودن ما نمیدونستیم و الان میدونیم. دوستان یه سوال خیلی بزرگ از شما میپرسم. شما این نوشته رو میبینید؟ میتونید بخونید کامرای سه؟ آیا شما این نوشته رو میبینید؟ آگهی خود را اینجا قرار دهید. آیا صدای من را میشنوید یا میشنفید؟ آگهیتون رو اینجا میتونیم پخش کنید. خب اینم از این. بره آقای سوربی و یه عکسی دارم بهتون نشون بدم، امیدوارم که دلتون داغ نشه، چون این اسمش هست داغ دل. چی نوشته؟ آها، راجب مصداقی بوده که مصداقی گفته فیلابی حقوق میگیره و فلان. منم گفتم خب کاری نداره که روی کاغذم من مثلا 8000 فلانم مصداقی گرفت. و اما این عکس رو کجا گذاشتم؟ داغ دل که اینم طبق معمول آقای اکبری برامون فرستاده بود، یعنی گذاشته بود روی چیز، شادم روی فیسبوک همه نیذاشتی آقای اکبری، فقط نمیدونم یه چیزی به نام داغ دل. من ببینم اینجا پیدا میشه، چون نوشته بودم داغ. ها ببین، ما استفاده هم نمی کنیم از چیزایی که داریم. این بغل هست سرچ باکس، یعنی قسمتی که شما میتونید بگردید اونبال چیه. وقتی اینجا نوشتی داغ دل، اونجا میزنی پیدا میشه. خب دوستان حتما شما شنیدید که، فعلا اینو بهتون نشون بدم بعدش صحبت میکنیم ببینیم کسی میشناسه. ببینید این دستگاه نام این وسیله داغ دل بوده است. این وسیله قدیمی نامش داغ دل بوده و ابزاری بوده که در قدیم برای ختنه کردن نوزادان پسر به کار می رفته و ابزاری دیگر نیز به نام قلبتون وجود داشت برای دندان کشیدن. این هر دوش، این خیلی جالبه، مثل یه چیزایی هم بود گردو می شکنن باهاش، ولی این یکی به نظر تیغ میاد، ولی این یکی فکر کنم هم برای چی شکوندنه، برای بادوم شکوندنه، مخصوصا این دستش که اینجوریه. در صورت امیدوارم که خدا نصیبتون نکنه. حالا دیگه اگه نصیبتون شده تو وقتی که تو ایران بودید و اینها، به دست فراموشی بسپارید و دردش هم رفته دیگه، تموم شده. و یه عکس هم بهتون نشون بدم. این عکس، بله، نمیدونم واقعا این شوخیه جدیه. اگه جدیه خیلی این آقا اعتماد به نفس داره. سلام دوستان، من آقای مهدی استکی هستم، 37 ساله، مجرد از ایران، بدون سابقه ازدواج، به دنبال همسری زیبا.
خوش اخلاق هستم که بتواند از نظر مالی هر دوی ما را حمایت کند. شماره تلفنش هم نوشته، حالا کسی حوصله داره زنگ بزنه واقعا ببینه همچین چیزی هست، یا ممکنه یه نفر خواسته دوستش رو اذیت کنه، اون شماره تلفن اونو گذاشته اینجا، ولی بد نیست ما بگیم دیگه. حالا این 98 که چیز هست، کد ایرانه، بعد اون 913 و اینها نمیدونم ایریا کد کدوم شهری هست، ولی خیلی از این آگهی ها اومده و رفته و من حتی یه دو تاشو تلفن زده بودم میپرسیدم، طرف میگه نه آقا اینجا خواستن لوس بازی در بیارن، شماره ما رو زدن، آدرسمون رو زدن فلان اینا. و اینم یه مدرسه ای بود که ویدیوش پخش شد که توی اسرائیل دارن بچه هاشون رو آموزش میدن که فارسی یاد بگیرن که بعدن از اینا استفاده کنن. اینی که اسرائیل میگه ما در تمام به اصطلاح دستگاه های ایرانی جاسوس داریم و اینها، از اون برم دست آخوندار رو باز میکنه که هر کاری دلشون میخواد بکنن، بعد بگن این طرف جاسوس بود. این ویدیو هست، میخواین نگاه کنین؟ بذار ببینم صداش چه خبره. May be Israel's future operatives in an espionage battle against Iran. They learn about Iranian history and culture and sing in the Persian language. I'm Reuters Renan Farash at Ben Gurion High School in the Israeli city of Petah Tikva. These high schoolers behind me may be Israel's future operatives in an escalating shadow war with Iran. They are enrolled in a unique... بله میگه در جنگ یا در به اصطلاح نبرد دیگه جاسوسی که بین ایران و اسرائیل هست، اینا دارن اینا رو آموزش میدن که بعدها بتونن ازشون استفاده کنن. یه چیزی میخواستم بگم، گفتم حالا بعد راجبش صحبت میکنیم. قبل از اون بذارید من این عکس رو بهتون نشون بدم، خیلی عکس باحالیه، خیلی بعد این همه مدت و هر جایی که آدم از جنگ و کشت و کشتار و این چیزا خبرهای بد میگیره، یه دفعه یه عکس خوب اینجوری که میاد آدم حال میکنه که این دختر کوچولو یا پسر کوچولو رفته چتر خودش رو گرفته رو سر این گربه. البته گربه اونجایی که نشسته گربه خیلی زرنگه و چون از آبم بدش میاد خودش خود به خود رفته زیر اونجایی که سرپناهه، ولی این سرپناهی که این به این کودک به این گربه میده از اون خیلی بهتر و عاشقانه تر و مهربانانه تر. و اما حالا یادم افتاد که هفته پیش حتما شما هم دیدید که یه جوونی، اصلا ماجرای من و آقای بهمن احمدیان هم سر همین جوون بود، یه جوونی یه آخوندی داره میره تو خیابون، یه عده نشونه سعادت آباد بوده، یه عده نشونه شمال ایران بوده و این جوونه بلند میشه میره به طرف آخونده، شروع میکنه که شما ما رو بدبخت کردین اینا. آخونده میگه چی میگی؟ میزنه تو گوشش، آخونده میفته اون برای فلان اینا. آقای فرزاد نیساری این ویدیو رو برای من فرستاد، من براش نوشتم آقای نیساری از خودت سوال کن، آخوند حالا این موقع زور یا این موقع معمولا اون موقع است که خلوته، نخوابیده تو خیابون تنها بدون محافظ، بدون ماشین، بدون موتورسیکلت، بدون دوچرخه، با این جزه کوچیک داره راه میره. این آقا به این هیکل و کاپشن هم پوشیده و اینها، یه نفر دیگه هم داره ازش فیلم میگیره. شما فکر نمیکنی این فیلم ساختگی باشه؟ من اینجا رو نگاه میکنم، باید این بالا رو نگاه کنم، دوربین جدید ما یکم بالاتره، فعلا باید ترایپادش هم عوض کنیم بیاد پایین. بعد نوشته بود که منم شک کردم. دوستم فرداش کاشف به عمل اومد که این آقای جوان و اون آخونده پدر و پسر هستن، یعنی دیگه از این پدر و پسر احمقتر من ندیدم در این 65 سال زندگیم، که میگن ما این کار کردیم که بتونیم پرونده پناهندگیمون درست باشه، شهربانی هم گرفتتشون بردنشون با قل و زنجی. بعد یکی اعتراض میکرد میگه آقا اینا چیه زنجیر بستی به پاشون، آقا طرف نوشته اینا رزمنده، اینا چیز هستن،
چیزای رزمی، ورزشکار رزمی دیده بودی دوره بروسلی، این بچه ها با این نانجیکو بود چی بود تو خیابون راه میافتادن، یه دفعه میدیدی یه نفر پنج نفر رو میزنه، حالا درسته که نمیمردن ولی به اصطلاح میزد تو سر چششون، این تش چوب بود اینجاش میشکاف، اون میخورد تو شکمش درد میگیره، اون میخورد تو استخونش. پسر کاراته باز یا چیزای رزمی هم نوعای مختلف داره، همش کاراته نیست، کاراته اتفاقا ساده ترینشه، یعنی جودو و کاراته اینها خیلی قانونش محکمه، همدیگر رو نزنن، برخورد اینجوری نداشته باشه. اونایی دیگه کونگ فو و نمیدونم جی تی چو و فلان اینا انقدر هست که کیک باکسینگ و فلان اینا. آقا دو تا سرباز وظیفه اینا رو میگیرن، اگه این دوتا پشتک وارو زدن اینا رو زدن و پل کردن رفتن، اینجوری قل و زنجیرش کرده که این کارا رو نکنه، بعد اینجوری قل و زنجیرش کرده نشون من شما میده، آقای نیساری، خانم بهیه جیلانی، آقای بهمن احمدیان، که دیگه کسی از این غلطا نکنه. و من برای آقای احمدیان اینو نوشتم، نوشتم که این آقا خیلی احمق بوده که فیلم گرفته، تصویرش و عکسش و اینا رو معلومه نشون میده کجا هست و اینا، فردا که آخوند گرفت اینا رو برد تجاوز کرد و نمیدونم حکم اعدامشون داد، اون وقت من و شما هم میزنیم تو سر خودمون. یکی نیست به اینا بگه آقا اگه میخوای بزنیم بزن و برو، هیت اند رن، بزن و در برو. نظرتون راجع به این فیلم آخوند که آخوند دروغی بود، پدر و پسر، چیه؟ چرا بیت رهبری رو نمیزنن پرسیدیم. داستان پدر و پسر احمقی که آخوند زدن رو تبلیغ کردن. آها، یکی دیگه میگه که آقا اینا که خب جرمی ندارن، برای سرگرمی یه فیلم درست کردن. توی قانون یه چیزی هست، یه خلافی هست به نام تشویق، تشویق مردم به کارهای غیرقانونی یا تشویق مردم به خشونت، اینه تشویق مردم به خشونت. این فیلمه اونا ازش به عنوان تشویق مردم به خشونت استفاده میکنن. حالا ببینیم اینا چند سال باید برن آب خنک بنوشن. تبلیغ یا تشویق واکسن، دوستان هر واکسنی که خودتون قبول دارید بزنید، اگرم نمیخوای بزنید نزنید، اصلا مهم نیست. داغ دل رو هم یکی گفت بهتر بود اسم اینو بنویسن داغ دول یا داغ دودول، کدومش درست داره؟ دول درسته یا شیرازی ها فکر کنم به دلف میگفتن دول آبی، حالا از بس دیگه به بچه های گفتن دودولش و دودول دودول طلا و اینا، این آقای مک میگه. اون چیزی که میخواستم بگم، خوب آدم بنویسه، فکرم میکردم یادم رفته، آیت الله جزائری. ما یه فامیلی داشتیم که من با پسراش با محمد دوست بودم، چون مهدی کوچکتر از ما بود، سنش به ما نمیخورد. آقای جزائری توی شیراز مسجد چی بود؟ دم بین شاه چراغ و سر سرا احمدی، مسجد حضرت عباس بود، نمیدونم چه عباسیه بود، یه چیزی اینجوری اونجا پیش نماز بود. اولا این به نظر من آدم باسوادی بود تو آخوندا، نه اینکه فامیل ما بود، ولی وقت بچه‌هاش هم اصلا مذهبی نبودن، یعنی نشون میداد که تو خونم چی نمیکنه. حالا من اون روز یه ویدیویی دیدم نوشته بود آیت الله جزائری، یه آیت الله جزائریه که راجع به حکومت عربا، راجع به حکومت اسلام، اینکه اینا دروغ میگن عربا اومدن ایرانی ها چون ناراحت بودن بهشون پیوستن، بعد خیلی صحبت میکنه که بله عربا واقعا وحشی هن، این هن، اون هن. اگر کسی ویدیویی، آدیویی، نوشتهی، چیزی، عکسی از این آیت الله جزائری داره، لطف کنه برای من بفرسته. آدرس ما فیسبوک سوربی، فیسبوک مردم تیوی، مردمتیوی.com وبسایتمونه و دیگه مردمریپورت.com هم هست، ولی ایمیلمون هست info@mardomtv.com. شماره تلفنونم همینه که الان شما میبینید، 202-695-2573. این از ایران اگه بخواد کسی زنگ بزنه باید پیش شماره رو بگیره. خیلی چیزهای دیگه هم گذاشتم اینجا طبق معمول، ولی وقت نیست امروز. بذارید ببینم اینجا، بله اینجا نجات و تا راحت، اینم
این و ببینیم در فیسبوک چه خبره. فیسبوک هم آقای اکبری ممنونم از اون چیزی که فرستادی. بله میگه ختم پدر عباسیه نبود، چی بود؟ ختم پدر من در آن مسجد بود که اسمش یادم رفته، اگه اشتباه نکنم روبروش هم این بازار طلا فروشی بود که پله میخورد، یادمون رفته. خب دندان کشیدن را در شیراز بهش گلبتون میگن، گلبتون یا چی یادمون رفته. من بهتون گفتم تا موقعی که اومدم آلمان هیچ وقت نه تو شیراز دندون درد گرفتم، نه دندون پزشکی رفتم، نه دندون تمیز کردم. آلمانم که اومدیم به خاطر همین که دیگه بیمه مجانی بود و همه میرفتن، ما خانممون به زور گفت خب دیگه برو دیگه. حالا رفتیم اونجا، دکتر آلمانی پرسید که چند وقته، گفتم هیچ وقت، گفت نه منظورم تو آلمان نیست تو ایران، گفتم هیچ وقت. 28 سالم بود فکر کنم تو برنامه قبلی اشتباهی گفتم 30 سال، شایدم 30 سالم هم بوده چون من از 28 تا 30 فکر کنم تو آلمان بودم. خیلی چیز شد دوستان، یعنی ما نصف بیشتر عمرمون رو در آلمان و آمریکا زندگی کردیم. اون وقتا وقتی یه جا میرفتیم یکی میگفت آقا من نصف بیشتر عمرم خارج بودیم، گفتیم واو مگه میشه آدم اینجوری تحمل بیاره، ولی ما هم شدیم جزو اونا تا 28 سالگی. ولی از 56 تو 84 میشه 28 سالگی ایران بودم، 2 سال آلمان بودم، 30 سال و حالا هم 65 35 سالم هست اینجا هستم. شما کجا بودید؟ چه کردید؟ چه میکنید؟ اگر دوست داشتید میتونید مهمون برنامه ما بشید، یا میتونید به اصطلاح نوار پخش کنید با فیسبوک، با هر رقمی که ضبط کنید، اشتباهی گفتم، شما ضبط کنید برای ما بفرستید پخش بکنید. آقای سعیدی، عباس سعیدی پیام گذاشته، بذارید ببینم برای هممونه یا فقط برای من و شما. و خیلی جالبه، من دیروز که داشتم یه رانندگی طولانی انجام میدادم گفتم یه زنگی هم بزنم از ایشون احوالپرسی کنم، چیزی که از ایشون چون توی اون برای آمریکا هست 3 ساعت از ما جوان‌تره، گفتم الان صبح زود ولش کن بعد از ظهر دیگه یادم رفت. ببینیم آقای سوربی، سلام عرض میکنم، سعیدی هستم، خواستم که اگر گوشی رو برداری باتون صحبتی داشته باشم که متاسفانه گوشی رو برنداشتی، حالا ممکنه که در تفریقه آینده زنگ دیگه بهتون بزنم. آها خب بذار من ببینم با این تلفن من میتونم زنگ بزنم به، یا نمیدونم این میکروفون اینا رو باید قبلا بهش گفته باشم، نمیگیره ستینگش، ببینم چی میگه. میدونید این دستگاه ها هر کدوم میخوان، با این تلفن میگیرم، آقای سعیدی رو با این دارم، آخه صدا تو این خوب نیست، بارها بهتون نشون دادم دوستان، متاسفانه یا خوشبختانه شما میدونید اون وقتا این تلفن ها، این گوشیش اینجاست هنوزم، میکروفونش اینجا بود، یا ببخشید گوش دهنیش اینجا بود، صدا از اینجا میومد، ولی الان صدا و میکروفون وقتی میزنیم برای گوش خودم از اینجا میاد، ولی برای شما اسپیکرش این زیره و خیلی کوچولوه، فایده نداره. حالا بزنیم یه زنگی به آقای سعیدی ببینیم در رابطه با برنامه ما میخواد صحبت کنه یا یه چیزیه که میخوان بعدن با هم خصوصی صحبت کنیم. آقای عباس سعیدی، بیارم اینجا، چند دقیقه پیش؟ 3:30 11 دقیقه پیش. سلام آقای سعیدی، سوربی هستم با دوستان بیننده و شنونده حاضر، بفرمایید در خدمت شما هستم. آره اون صدا رو کم کنید لطفا، اون صدا رو ببندید. تصادفی مردم تیوی و
اون بالا یک دفعه چشمم خورد، گفتم چه حالی از آقای سرابی می‌پرسم. بعد متوجه شدم روز برنامه هم هست، روز جمعه هست. دیگه بهتر، نور علی نور، ما در خدمت شما هستیم. باورتون بشه یا نه، من دیروز به فکر شما بودم، ولی گفتم این 3 ساعت اختلاف زوده، بعدن عصر زنگ میزنم. عصر که اومدم دیگه یادم رفت، با داداشم اینا صحبت کردم یادم رفت. خیلی خوشحالم که شما هم حالا یا تصادفی یا همینجوری مردم تیوی رو دیدید. بیشتر خوشحالم که لطف کردید پیغام گذاشتید. خوشحالترم که قبل از اینکه خداحافظی کنم چند دقیقه میتونیم با شما باشیم. بفرمایید. قربان شما جان، عرض کنم به خدمتون که یه نکته رو شما فرمایشاتتون بود که گفتم که اون چیزی که راجع به اون نکته من میدونم رو عرض کنم، و اون یه اشاره کردید که راجع به اشغال ایران در توسط عراق مردم ناراضی میدن گردیدن به اونا. نه، ابدا اینطور نبوده. اتفاق اونطوری افتاده که اینا آمدن کشور رو اشغال کردن. نزدیک به 200 سال مردم در اصطلاح درگیری و برخورد با این مهاجما عکس العمل چندانی نسبت به اصطلاح تفکر اسلامی نداشتن. در بخش بسیار ناچیزی از مردم ایران مسلمان شده بودند در اون دورانی که بنی امیه رو به کار بودن. بعد که ابو مسلم از خراسان میره و این بنی امیه رو براندازی میکنه، عباسیان روی کار میان. در اون دوره است که چون این اقدام توسط ایرانی ها اتفاق افتاده بوده، براندازی بنی امیه و عباسیان به کمک ایرانی ها به قدرت میرسن، از اون به بعدی که مردم ایران بعد از 200 سال مقاومت داشت دادن جزیه، آرام آرام دیگه اسلام میارن. خواستم این رو عرض بکنم که این نکته تو کمتر اطلاع دارن مردم. اون اثر به اصطلاح عملی که ابو مسلم خراسانی هم انجام میده، اسلام رو ایرانی میکنه در واقع یه طورایی. خواستم این نکته رو عرض بکنم که این نکته بسیار مهمه. میدونید که حتما کسای دیگه هم اینو گفتن که اینجوری نبوده که بیان سر ببرن و فلان. میگن مردم ناراضی بودن از مالیات پادشاه حکومت، مردم ناراضی بودن از اختناق موبدان و مغان و اینها، و دو تا روایته. حالا این آقای جزائری اگه شما بتونید پیدا کنید، من اصلا برام خیلی عجیب بود. اولا ایشون فکر کنم سال 1378 فوت شده یا 80 یه چیزی اینجوری، یعنی فوت شده رفته، ولی برام خیلی جالب بود. شاید هم چون یکی از فامیلای ما فامیلیش جزائری بود این بیشتر یادم موند. حرفایی که میزنه خیلی قشنگه. بعدم میگه این تاریخ نویسا بیشترشون دروغ گفتن، اصلا اینجوری نبوده. بعد حتی فردوسی رو میاره که اون ماجرایی هست که عرب شاش شتر خوردن و اینها رو به اصطلاح استناد میکنه. بعد البته باز خیلی قشنگ توضیح میده، میگه خب توی اون بیابون براهود چیزی دیگه ای نبوده، اینا باز سوسمار میخوردن. این شاش شتر هم از اونجا میاد که چون آب نبوده اینا یه چرمایی میبستن به آلت شتر که وقتی به اصطلاح ادرار میکنه این آب رو نگه دارن دوباره بنوشن. این کار رو خیلی ها تو زلزله ژاپن انجام دادن که با ادرار خودشون به اصطلاح تونستن زنده بمونن. ولی من نگفتم که، چون من تاریخ رو اصلا قبول ندارم، یعنی تاریخ رو تا اونجایش قبول دارم که میدونم اونایی که فاتح هستن همیشه یه عده همراهشونن، اینا تاریخ رو مینویسن. مثلا حتی حمله کوروش به بابل یا به جاهای دیگه، اونی که حالا همراش بوده یا حتی اگه یونانی نوشته، اینجوری نبوده که وقتی میرسن مردم جشن میگیرن و فلان. ببخشید اگه این کارم کرده باشن، نشون میده عجب ملت بیغیرتی بودن، عجب ملت بیوطنی بودن. حالا هر حکومتی میخواد باشه، همین امروز اگر عراق حمله کنه به ایران، مردم ایران جشن بگیرن ورود سربازای عراقی رو، شما چی میگی؟ میگید اینا عجب بیزه. من خوشحال میشم یه مقداری اینو پیدا کنیم،
با هم در این مورد یه برنامه بذاریم صحبت کنیم و من فکر میکنم تاریخ رو نباید خیلی جدی بگیریم، همینجوری که من حتی به دوستان میگم این شاهنامه یه سری داستان خیلی جدی نگیرید. شما مثلا این شکسپیر رو شما نگاه میکنید، خب هر کسی هم میاد یه اجرا و یه برداشتی ازش داره، ولی اینا جدی نمیگیرن، نمیرن توش زندگی کنن. ما طرف میاد حرف میزنه، بعد استدلالش میگه اینجوری، میگم آقا تو که حالا نمیتونی مثل کاوه آهنگری که اصلا وجود نداشته بری نمیدونم یه پیشبند ببندی به جلوت، میخوای بری خب چه کار کنی؟ ادای آهنگر رو در بیاری بری شکار کنی؟ این دوستمون آقای دیوید رمضانی شما میشناسید؟ من ایمیلاش برای شما میفرستم. میگه ما بگیم آمریکا برامون نو فلای زون درست کنه. خب نو فلای زون که چی بشه تو آمریکا، تو ایران؟ در اصل خیلی خوشحالم که شما زنگ زدید و حتما یه برنامه بذاریم با هم صحبتی داشته باشیم. خواهش میکنم. من بازم نیز تاکید میکنم البته تاریخ خیلی باید جدی گرفت، منطقه تاریخ تکرار شدنی نیست معمولا. بله. یه اتفاق تاریخی که نمیشه عینا از دوباره تکرار بشه، این مغایر با اون تحولات اجتماعی. خواستم عرض بکنم که دو تا عامل، یکی مسئله شکست ایرانیان بوده که گفتم به دلیل اون پدیده غارت بوده، مثل مغول ها مسلمان ها هم برای غارت اومده بودن، هر نفر ارزش جنگیش ده ها برابر یک آدم معمولی بوده به دلیل انگیزه های غارت، و دوم هم که این که ایرانی ها نپذیرفتن اسلام با تا 200 سال مردم روی دین خودشون بودن، بعد به واسطه اون اتفاقی که افتاد آرام آرام دیگه مردم مسلمان تر از عرب ها شدن بخاطر اینکه ابو مسلمون اقدام رو انجام داد. خیلی ممنونم جناب سر، من ممنونم از شما. آخر هفته خوبی داشته باشید و به امید دیدار. سلام داداش رو هم حتما برسونید. خب دوستان عزیز اجازه بدید من همینجا با شما خداحافظی کنم. شما هم اگه صحبتی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و با هم گپی دوستانه و خودمانی یا خودمونی داشته باشیم. روز و روزگار بر شما خوش. اینجا هم من این پلیر 3 رو روشن کنم که نوشته شما هم بیننده برنامه سوربی با مردم باشید. اونورتر هم نوشته سوربی با مردم گپی خودمانی است درباره جریانات روز ایران و جهان. در تلویزیون مردم باور بر این است که جنگ و کشت کشتار به جایی نمیرسد و دنیا را بدتر از امروز خواهد کرد. تلاش ما بر این است که قدم به قدم با آموزش و آگاهی به دموکراسی و آزادی بیان برسیم. اگر شما هم با ما هم‌عقیده هستید لطفا تلویزیون مردم را مالی و معنوی، یا مالن و معنوی، نمیدونم چی جملهش درسته، منتظر حمایت های شما هستیم. روز و روزگار بر شما خوش.